دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 31 ماه فروردین. بهار آمد و رفت، فروردین آمد و رفت و از فردا اردیبهشته. ولی گویا دوستان در کازرون فارس دیگه نخواستن ماه اردیبهشت بیاد، همین امروز بعد از نماز جمعه تظاهراتی انجام دادن و خلاصه انقلابی به راه افتاده و شانس پیروزی زیاده. حقیقتا وجدانا چه روزی شما حاضرید بلند شید زندگیتون رو ول کنید برید ایران؟ یعنی چند درصد باید شانس اینها، شانس پیروزیشون برسه به چند درصد؟ به 99%؟ یا شما میگی حالا بذار اون 1% دیگه هم انجام بشه من میرم؟ آقای رضا سلامی، دکتر رضا سلامی که همشهری من هست و جالب اینجاست که ایشون اصلشون از کازرون فارس هست و توی شیراز خیلی شناخته شده هستن به خاطر اون بیمارستانی که عموی ایشون بیمارستان سلامی رو باز کرد و اینها، و الان هم شنیدم خیلی زیاد شده، چون این بیمارستان برای اونهایی بوده که یعنی حقیقتا تیمارستان بیماریای روانی، و الان هم که دیگه میگن نور علی نور، همه ما دیوانه بودیم دیوانه تر شدیم. و ایشون نوشته بود، براش نوشتم که خب تبریک میگم ایران آزاد شد، شما کی میری؟ بعد نوشته که نه من حالا میخوام پتیشن پر کنم بذارم. گفتم آقا انقلاب پتیشنی ما نیده بودیم. پتیشن یعنی تومار، پتیشن یعنی استشهاد. نه استشهاد نمیشه، استشهاد یه چی دیگر. پتیشن یعنی وقتی که شما مثلا 30 همسایه یه جایی هستین، نامه می‌نویسین به شهردار میگید آقا اینجا تابلو نداره، مردم تون میان، بیا یه تابلوی برای ما بذار. یعنی شما اول شهردار رو قبول داری، دوم ازش میخوای برات یه کاری انجام بده. من تعجب میکنم، ایرانی ها آخونده رو قبول نداره ولی براش نامه می‌نویسه که آقا برات داداش ما آزاد، زندانی آزادش کن. مبارک باشه آقای دکتر رضا سلامی. ولی امروز اجازه بدید من بهتون بگم که چرا من خوشحالم، با وجودی که توی ویرجینیا نه ماریجوانا آزاد هست نه چیزی، ولی امروز هست 4/20 توی آمریکا بهش میگن 4/20، چون اینجا اول ماه رو میگن بعدن روز رو میگن، که اینم من از روز اول نفهمیدم اینا چه دشمنی با دنیا دارن. آقا امروز 20 روز از 4 ماه از 2018 ساله، یا از اونوری بگو سال 2018 است ماه 4 فلا. اینجا اول از ماه شروع میکنه، بعد میپره پایین به روز، بعد میپره بالای بالا به سال. ولی 4/20 از یه جایی شروع میشه که گویا بچه های دبستانی به دبیرستانی ساعت 4:20 زنگ تعطیل خورده میشه و بعد اینا قرار میذارن که همدیگر رو ببینن و بشینن مثلا هشیش ماریجوانا، من فرقش نمیفهمم، و به اصطلاح بتونن صحبت کنن. خیلی ممنون این دوستمون آقای تهرانی آمده و ما هم به شما هم سلام میکنیم هم درود میفرستیم. گفت درود ورود درود خروج. بله در هر صورت این از اونجا چون به هم دیگه میگفتن که 4/20 یعنی قرارمون ساعت 4:20 4/20 شروع میشه، و الان اصلا اسم این ماجرای ماریجوانا و این فکر کنم درخت یا همون چیز شادونه هم هست، بی خود نبود. ما تو را مدرسه یک قرون میدادیم شادونه، وقتی میخوردیم اونجا که رسیده بودیم نشه بودیم. آقا ما اصلا نشه بودیم. حالا هی میگن این دوره شاه اینا احمق بودن. نه بابا جون، شادونه خوب بود، خوردیم همه نشه بود. امروز من خیلی خوشحالم به چند دلیل. اول اینکه به قول خودمون این کاکو جون ما از نیوجرسی زنگ زده، پیام گذاشته، اولا با ترس و لرز که آقا شما اون روز زنگ زدی به خونه من و این تلفن منزله، خانمم این پیام رو زودتر از من گرفته و دعوا که تو چرا این کارو کنی که سوربی حالا پیام بذاره و اینها. گفتم چقدر خوشحالم، چون بدترین نفرینی که شما میتونی به یکی بکنی اینه که بگی امیدوارم تو خونه همسرت راحتت نذاره. دیگه شما تو خیابون سر کار دعوا میکنی با همکارات، وقتی میری خونه دیگه آسایش داری.
این دوست ما آسایشش رو اون تلفنی که من زدم و ای کاش زودتر زده بودم. ببین دوست عزیز کاکو جون به قول معروف، خیلی خوشش اومده بود که من تو تکسی که براش فرستادم نوشتم کاکو جون شما چند تا اشتباه پی در پی انجام دادی، ولی چون خودت تنها رفته بودی قاضی، راضی برگشتی و همه دیگران رو محکوم کردی، خودت فعلا محکوم نیست. اولا میگی تلویزیون مردم رو من دیگه نمیتونم زنده ببینم. خب اگه با ما دوست بودی، اولین روزی که سیستما عوض میشد ولی کامپیوتر شما کهنه بود، ما بهت میگفتیم که باید یک زنگولهی بهش آویزون کنی به نام اد آن یا یه چیز دیگه هم بهش میگن، دیگه یادم رفته واقعا از بس اینا هی میاد هر روز، و درست میشه. هیچ اشکالی با کامپیوتر شما نیست، اشکال اینه که اینها خواستن یونیورسال کنن، یعنی همه بتونن یه ویدیویی رو از همه دستگاهی ببینن. یونیورسال که نشد هیچی، حالا هی فرمت های مختلف و همه همین عقوبت رو گرفتاری. ولی بیایم سراغ شما. اولا شما واقعا فکر میکنی من اگر این ایمیل نیومده بود، این اسمت نیفتاده بود اینجا پیدا نشده بود، من مثلا اسم و فامیل شما یادم بود که یه دوستی که داداش منو میشناسه خیلی هم به من لطف داشته چند سال پیش، یه دفعه این دوستانا به یک کشمش گرمیشون میشه به یه قوره سعدی، یه دفعه میشن دوستت، دعوتت میکنن آقا بیا جرسی شور خونه ما، مهمون من باش، سفره دلشونو باز میکنن، یه دفعه میشن دشمنت، میخوان دلتو شکمتو پاره کنن. آقا من و شما سوار یه اتوبوس شدیم، شما یه دفعه میگه ای شما شیرازی هستی، میگن بله، کجا داری میری؟ دارم میرم شریف آباد. شما کجا میری؟ داره بری جستون. چه خوب کیاب ای داداشتم با من هم کلاس بوده و اینا، توی مسیری با هم همراهیم. حالا شما اونجا میخوای پیاده شی، دلیل نداره منم پیاده شم، من خونم جای دیگه است. ما ایرانی ها اگه پیاده شدیم این پیاده نشد ناراحت میشیم، میگیم نگاه کن تعارفش کردیم نیومد خونه ما، حالا پوفیوز به من نمیگه اقلا تو بیا بریم خونه ما، قرار نیست هر روز بریم خونه هم، قرار سوار بشیم اتوبوس، این مسیری که با هم هستیم صحبت کنیم برسیم خوب و خوش بریم. من یکی دوتا از پیامای ایشون رو پخش میکنم، ولی برای که دیگرانم بدونن. و ما میگم اینجا میگن once crazy always crazy، یعنی شما وقتی یه بار دیوونه باشی همیشه دیوونه هستی. توی ایران میشه اینو گفت وقتی که شما یه بار معلم باشی، این عشق و به اصطلاح ذوق معلمی دیگه تو شما همیشه میمونه. حالا این که به یه نفر یاد بدی که آقا این خودکار، حالا این خودکارهایی که ساختن جدید، هر خودکاری رو نزنید مطمئن بشید این خودکار به جای دست شما رو تلفن کار میکنه، لکه هم نمیندازه، بعضی جاها به اونان تبلیغ میدن. خب اینو من به یکی بگم، این هر وقت میزنه اینجا یادش میاد که سربی بوده، امیدواری همون موقع هم حمایت کنه. چه حمایتی؟ در مورد حمایت، یه دوستی اون روز گفت آقا به این دوستت آقای بها ابری انقدر پریدی، خب اینا کمک میکنن بعدن کمک نمیکنن. گفتم عزیز اولا بهت بگم، من اون حمایت و کمکی که میگم منظور من گدایی نیست. و یه چیز به شما بگم، این جان استاسل مال 2020 رفت نشست دم مترو، یک ساعت و نیم دو ساعت، ساعت 48 دلار 50 دلار مردم بهش پول دادن، یکی خوراکش داد، یکی نوشابه بهش داد، یکی پول داد، یکی گفت اصلا اگه میخوای آبجو بخوری این پول آبجو. ما گدایی نمی کنیم، ما میخوایم یه چیزی رو یاد مردممون که مفتخور بودن و هستن، خود منم همینجور، بدیم که آقا مفتخوری ما رو به این روز انداخت. و امروز اگه شما برنامه رو میبینی، حتی همین دوست شیرازیمو، حالا ببینید برای چی قهر کرده، میگه من توی مهمونی بودم که یه دوستمو خانمش تو اون مهمونی بودن، بعد با اون که 40 سال دوستم قهر کردم، از اون روز هم دیگه با شما قهرم. بعد از اون ور میگه چون شما به ترامپ حمله میکنی و من دموکراتی هستم که رجیستر دموکراتم، یعنی مسجل میگن سجل دموکرات دارم، ولی از ترامپ خوشم میاد، از شما قهرم. آقا من نمیدونم، این دوتا موضوع رو من نفهمیدم. ببینید دوستان یاد بگیرید وقتی شما یه چیزی مینویسید یا حرفی رو میزنید، برای اینه که نظر خودتون، یعنی اون چیزی که تو مغزتونه، به وسیله بیان زبان یا به وسیله نوشتن به دیگری منتقل کنید. اگه شما دیدید هر کس هر چیزی برای هر کسی مینویسید متوجه نمیشه،
به هر کی میگی طرف بد میفهمه، خب اولیش تقصیر اونه، دومیش تقصیر اونه، بعد از چهارمی پنجمی بگو ای داد بیداد، آقا من با برم یک کلاسی، من اشکال دارم برای منتقل کردن نظراتم به دوستان، به فامیل، به دیگران. شما یه پیام گذاشتی به من میگی با دوست 40 سالت به هم زدی، خب به من چه؟ دنبالش میگی که شما اگه دموکراتی، اولا ما ایرانی ها هیچ کدوم دموکرات نیستیم، ما هر وقت منافعی حزب دموکرات اعلام کنه اون منافع رو دوست داریم، هر وقت منافعی حزب ریپابلیکن جمهوری خواه اعلام کنه اون هستیم، حقیقتا ایندیپندنت های هستیم، یعنی مستقل های هستیم که حاضر نیستیم هیچ جا نوشته بشه اسمون. بعدم آقا توی ویرجینیا شما لازم نیست ثبت نام کنی که من جمهوری خواه هستم یا من، اینا یه چیز زشت و غلطی بوده از قدیم و همین جوری هست که اینا دارن این جنگ تو جمهوری خواه هستی من دموکراتم 50-50 وایسادن روبرو هم، و الا آقا هر کسی وای میسته، یه نفر امسال میاد یه برنامه میده، این ممکن اصلا دموکرات باشه من بهش رای میدم، یه سال دیگه یکی میاد ریپابلیکن با اون رای میده. خلاصه شما آقا اولا خوشحالم که این پیام ها رو گذاشتی، بیشتر خوشحالم که پیامی که من گذاشتم باعث این شده که شما به اشتباهت پی ببری، ولی همینم داری هی به خودت زور میزنی، هی میگی حالا من نمیدونم این کار من اشتباه بوده، ولی اگه اشتباه بوده شما درست میگی، آقا کارت اشتباه بوده، کجای دنیا اگه یه نفر تلفن گذاشت نوشت نظراتتون رو با ما در میون بذارید و اومد راجع به امیر کبیر صحبت کرد، شما میری میبودی و چهار تا مفنگی دیگر میاری که دروغ، بعد اون برای میفرسی بعد می خب شما تلفن گذاشتی، ببخشید خونه ما پس اینجا در گذاشته، شیشه هم گذاشته، هر کی میاد یه سنگی بزنه شیشه رو بشکنه چون شما شیشه گذاشتی، خب اینجوری میشه که زندان میشه خونه های ایران همه آهن و آهنی و اینا. عزیز من ما تلفن گذاشتیم که شما که یک شخص، اولا شما چرا قبل از انقلاب ایران اینجا بودی و اینقدر افتخار میکنی که اینجا گرین کارت داشتی و چجوری بوده ایران؟ مگه ایران گل و بلبل نبود؟ مگه دوره شاه همه دنیا دلشون نمیخواست دنیا ایران بشه؟ این یک. دوما شما این برنامه رو اگه داری میبینی چجوری از من غری ولی برنامه رو میبینی؟ منو یاد اون بچه انداختی که قهر کرد رفت بالای پشت بوم، بعد از اونجا دید اه سفره انداختن دارن چیز میکنن، مادر بیچاره، مادر دلسوز، یه بشقاب ورداشت خوراک کشید گذاشت اینجا، پسره از اون بالا گفت که من که نمیدونم این خوراک مالک برای کیه ولی برای هر کیه کمه. شما دوست عزیز از من قهر کردی، از دوست خودت 40 ساله قهر کردی، ولی برنامه های منو میبینی، اون وقت به خودت اجازه میدی، نه مثل قبلا که پیام میذاشتی من پیامات تو برنامه پخش میکردم تشویقت کردم اگه اومدی اینجا برنامه اصلا بذار، بعد قول دادی که اگه بیای میبینیم، البته بعد توضیح دادی که به خاطر ترافیک واشنگتن نمیای و منم سرزنشت نمیکنم حق با شماست، ولی نازنین شما که شدی مثل این پسره قهر کردی ولی از اون بالا با سفره قهر نیستی، برنامه رو میبینی، حمایتتو که قطع کردی حق داری، نظر خودت، ما هیچ وقت به زور به شما نگفتیم حمایت کنی، میای برنامه‌مون رو خراب میکنی، توی اعصابمون هم بله، بعدن هم میگی که حالا در هر صورت خوشحالم به اینجا رسیدی. بذار من این دو سه تا عکس رو به شما نشون بدم، ببینید ما اینجا چند نوع تلفن داریم، این یک وقتی یک کسی پیام میذاره من اینجا وقتی میام اینو توی ایمیل خودم میبینم، ببینید این یه ایمیله که گوگل وایس برای من فرستاده، همون پیام شما هم هستا، ساعت 3:42 شما هیچ جا اسمی مینسه که وایس میل یعنی پیام صوتی، میگه یک پیام صوتی جدید از یک ناشناس ساعت 3:42 روی این که کلیک میکنم مثلا مینسه 1:20 و فلان اونجا هم چی میکنم، شما خواستی ناشناس باشی، شما تلفنتو نگذاشتی، ما که همینجا هستیم، به قول خودت ما که هنوز داریم تلفنمونو به همه نشون میدیم، شما روشتو عوض کردی، اگر شما روشتو عوض کردی روش من عوض شده اشکال از شما، ولی من همان هستم که بودم. حالا پیام دومی رو نگاه کن، اون یکی انون بود، این یکی ما یه تلفنی داریم خیلی هم چیپه، اصلا الان دیگه پول دادم که، یعنی پول ندادم که قطعش کنم،
و این تلفن یه کارهای سر خود میکنه. مثلا اینایی که جیمز باند بازی در میارن شماره شون رو قفل میکنن اینها، این میگه آقا اصلا سوربین به من انقدر پول نداده که من شماره شما رو قایم کنم. ببین این اسم شما، فامیل شما، این اسم همسرتون و اینم شماره تلفنتون. من اون روز که اومدم اینو گوش دادم، دیدم اه خب ما که تو برنامه‌مون چند بار گفتیم این کار زشته، این کار قبیحه، انجام ندید، چرا باز اینا انجام میدن؟ و تو همون برنامه گفتم که ببینید ما ضرب المثل هایی که داریم بعض وقتا بده. مثلا میگه که جواب ابلهان خاموشی است. آقا اگه جواب ابلهان رو خاموشی گذاشتی، بعد اون ضرب المثل میاد که حرف حساب جواب نداره. اون بدبخت فکر میکنه که حرف حساب زده، تو بهش جواب ندادی. ولی اگر ابلهی حرفی زد، شما دو تا فرشش دادی، طرفداراش، خانمش، این ور اون ور میگن آقا راست میگه. پس یه اشتباه از من بود که همون روز اول نیومدم بگم. حالا بذارید دومی رو بهتون نشون بدم. اینم یه نوع دیگه‌ش. ببین این شماره تلفنیه که شما زنگ زدی، بعد به من میگی شما که شماره تلفن دستی منو داری. والا بلا من اون روزم خیلی خوشحالم بدونی که این پیامو شما بذاری. من به هوشنگ که همشهری من و تو هم هست، بچه لب آب شیراز هم هست و به خودش میگه هوشنگ ترسو، بهش گفتم هوشنگ جان آدرستو بفرست. ضمناً کاکو جون شما آدرستو از نیوجرسی برای من سالها پیش فرستادی، ولی من آدرس هیچ کسی رو نگه نمیدارم، شما هم آدرس بفرست تا من یک کتاب آقای لادن رو بهت تقدیم کنم. ببین بعد که شما یه تلفن دیگه زدی، اون موقع شامورتی بازی در نیاوردی، اون موقع جانی دالر بازی در نیاوردی، شاه اللهی بازی در نیاوردی، از سایه خودت به ترسی شماره تو گذاشتی، ما هم شماره تو دیدیم، ما هم برات تکس فرستادیم و قشنگ هم نوشتیم کاکو جون به خانمت صدرا منو برسون و بگو نگران نباش، ما ممکنه هارتو پورت کنیم ولی ضرب المثل داریم، از اون نترس که های و هوی یه چیز داره، از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به توی داره، از اونایی که میگن قربونت برم فلان اینا بترس که تو تاریکی بهت میزنن. دست داد خوشحالم که ما مشکلمون با این دوستمون حل شد. حالا که مشکلمون حل شده میگه حالا دیگه از این به بعد بهت زنگم نمیزنم. میدونی چرا نمیخوای زنگ بزنی؟ چون خودت میدونستی این زنگ زدنت مزاحمته. حالا که فهمیدی اونجوری مزاحمه، میگی من از این به بعد مزاحم نمیشم. آقا زنگ بزن، مگه شما من اینو من نظرات مردم رو پخش میکنم؟ من دارم امروز راجع به کازرون صحبت میکنم، دوستمون برای من نوشته که از خلیج فارس شما اینقدر به کمپوزیسیون خارج میپری و حقم داری، نظر در رابطه با این حرکت در داخل چیه؟ گفتم بسیار عالی، اگر کاری قرار است انجام بشه از داخل انجام میشه و اگر کسی میخواد رهبر باشه، تازگی ها یک علی بنگی هست، این از قدیم من میشناختمش، این از قدیم تو تهران وقتی سرباز بوده حشیش و ماریجوانا و اینا میفروخته، حالا این شده متخصص کویر و متخصص زباله های اتمی و اینها. گفتم یه دوستی برای من فرستاده بود، گفتم آقا این علی مشنگ بنگیه، این براش بنویس که تو دو تا بیل بردار، این همه پول مفت خودت و خانوادت از ترکیه و اینجا خوردی، برو حالا این زباله های اتمی رو پاک کن، چون خودت هم زباله هستی. دوست عزیز من، ما وقتی یه کسای اینجا داریم نشستن هی میگن برین بزنین، معلومه که طرف تو ایران میگه آقای مشت پوفیوز نشستن تو آمریکا، آقای دادرس خیلی قشنگ نوشته بود راجع به این رهبران کمپوزیسیون، گفتم نوشته که اینا پوفیوزیسیون هستن. در هر صورت امروز چون من دو تا مهمان گرامی دارم ساعت 3 بعد از ظهر با خانم فری شوبیری هستم، اگر سوالی داری درباره این مکان بیزینس، تجارت که نمیشه اسم اینا رو بذاریم، تاجر ما آخه چه کلمه هایی داریم، مکانی رو که 7 سال دارن به دلیل اینکه هم خودشون هم همسرشون الان دیگه به اصطلاح بازنشست شدن و میخوان به اصطلاح اصلا از اونجا هم میخوان برن، حالا کجا و اینا ای خودشون دلشون خواست با شما میگن، اگه نه هیچ، پسرشون هم رفته کالیفرنیا و این محل رو میخوان واگذار کنن. اتفاقا دیروز یه جایی بودم به من گفت که آقا چند، گفتم ببین این شماره شونه با خودشون تماس بگی. گفت خود تو که میدونی چند، قیمتشو بگو. میگم شاید
قیمتی که من میگم مال دیروز باشه، شاید امروز برده باشن بالا، شاید آورده باشن پایین، با خودشون صحبت کنی. من نمیفهمم ما چه مرضی داریم که میخوایم از طریق یکی دیگه با اون صحبت کنیم. برید فیس تو فیس، رو در رو با هم صحبت کنیم. امروز با ایشون هستیم، ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم دنبال این خبرهای خوب. خب این اولیش که دوست ما بوده بعد دشمن ما شده، به حدی دشمن شده که یک کار زشتی انجام میده. آقا این کار برای میبودی انجام بده، برنامه منو ضبط کن برای میبودی بفرست. ببین میبودی اولا خب اونا خیلی زبلن، اونا میگن جواب ابلهان خاموشی، اصلا اسمت هم نمیارن، ولی بعدا بهش زنگ بزن بگو آقا یه کسی همچین کاری بکنه شما پخش میکنی؟ طرف میگه نه آقا، مگه من دیوونه ام؟ من نشستم اینجا وقت گذاشتم، عمر گذاشتم، میخوام چیزای خودم رو بگم، حالا بیام به من چی که سوربی چی میگه؟ تو اگر میخوای سوربی رو گوش کنی سوربی رو گوش کن، اگر میخوای فائزه هاشمی رو گوش کنی فائزه هاشمی رو گوش کن، اگر میخوای میبودی رو گوش کنی میبودی رو گوش کن. بله یه وقت میشه شما بگی آقا نگاه کن ما کجا زندگی میکنیم، توی آمریکا همه متنفرن از این ترامپ، ولی یه دوست ما توی نیوجرسی، یه دوستمونم توی کالیفرنیا، اون تو کالیفرنیا یه دروغ میگه که تو آلمان گفتن که نمیدونم 50% بیشتر. آقا خجالت بکش آقای میبودی. ترامپ توی لجنزار که هیچی، توی چاه مسترا افتاده داره دست پا میزنه، یکی پس از دیگری دادگاه ها دارن به این زنای تنفروش و خودفروش هی بهشون میگن آقا با وجودی که تو زندگی این کار بودی یا هستی حق با توه، و این از همه تون کثیف‌تره. امروز صبح دوباره گنده این بالا اومد که این مرده که دیدی دوستان ایرانی میگن آقا شما اینو ولش کن یه بار، حالا حداقل این تجارت خوبی کرده، امروز گندش بالا اومده که اصلا پولم نداره، داره دروغ میگه. همه اینها رو هم به دروغ و چاچول بازی میگفتن، چاپول بازی میگفتن، چی رفته اسمشو برده تو لیست 50 نفر پولدار، 400 نفر پولدار، اصلا این آقا پول نداره، هر چی گرفته مال باباش و فلان اینا رو نباخته، از دست داده، حالا هم که گیر این دامادش افتاده، ساختمون شیطانی 666 خریدن، به خاک سیاه کشونده شده. ولی آقا برید مبارکتون باشه، مگه من هیچ وقت برای شما نامه نوشتم، تلفن زدم، تک زدم که آقا شما حمایت میکردی الان دیگه حمایت نمیکنی؟ هر کسی آمد خوش آمد، هر کسی رفت به امید دیدار، خوشحالم که باز دیدیم. و اما بیاین سراغ آقای ابهری. ممنونم از سعید، تو برنامه قبلی به من نصیحت کرد که برنامه بعدی رو ندی در اختیار آقای ابهری ها. گفتم نه آقا، اولا آقای ابهری معلوم شده که ایشون نه تنها فائزه هاشمی رو خوب نمیشناسه، این آقای حسین دهباشی هم اصلا نمیشناسه، و چی میگن همون یه قوره میخوریم سردیمون میشه، یه کشمش میخوریم گرمیمون میشه، ایشون دستخوش اون ویدیوی چند دقیقه ای شده و افتاده دنبال این، و انقدر افتاده دنبال این، دوستی رو که چند سال میشناسه، از اخلاق گندش با خبره، از اخلاق خوبش با خبره، اونو میگی که آقا آقای دهباشی اومده کمک شما کنه. در اصل ایشون گفته آقا من عذر میخوام، حالا یا به طعنه گفته، چون میدونید ما ایرانی ها بعض وقتا به طرف میگیم، خود من دو سه بار برای آقای ابری نوشتم، آقا شما درست میگی، من معذرت میخوام که دست از سرم برداره. حالا اگه به مسخره نوشتید برای من مهم نیست، اگر درستی نوشتید که شما معذرت میخواید ممنونم، معذرت رو آدمای بزرگ میخوان. همین دوست ما که پیام گذاشته از نیوجرسی چند بار گفته که من اگر با این کارم شما را ناراحت کردم من عذر میخوام، من هدف اذیت و آزار نداشتم، ولی روشی که انتخاب کردم درست نبوده. در صورت ممنونم آقایی که نمیخوام فامیلتو بگم، هر وقت اومدی اینجا نشستی فامیلتو بگو. ممنونم آقای ابهری، و بریم سراغ یه چیزی که بار سوم اتفاق افتاده برای من، یعنی اون اول اتفاق افتاده حالا این دوتا، ولی الان به عنوان سومین میگه. سالها پیش یه دوست اینجا بود، باور کنید الان من نمیدونم اسم اصلیش داریوش بود یا اسم قلابیش داریوش بود، خلاصه داریوش و پژمان، بعض وقتا مینوش داریوش، بعض وقتا اون وقتا فیسبوک نداشتیم، اینم با ما تماس گرفت، حتی برنامه‌هایی رو سپورت و اسپانسر میکرد، و بعد یه مدتی این بهش اینجوری به اصطلاح رسیده بود که مثلا من اگر از شاه انتقاد میکنم طرفدار آخونده هستم. گفتم نه آقا
من اتفاقا از شاه ناراضی هم که ما رو دست این آخونده انداخت. بارها گفتم اگر امروز شما اسهال داری تقصیر خوراک دیروزه، و اگه از خوراک دیروز یا رستوران دیروز صحبت میکنم من طرفدار اسهال هستم. خب این آقا از ما قهر کرد، هیچ اشکالی نداره قهر کنه. ما از روزی که این قهر کرد دیدیم که یکی زنگ میزنه، اون وقت هم احمق بودیم، اینایی که تو برنامهشون تلفن قبول میکنن احمق هم واقعا احمق هم. شما نشستی اینجا زیر نور روشن تو شیشه، بعد طرف با سنگ بهت پرتاب میکنه یا با هفتیر بهت میزنه. آقا کسی میخواد حرف بزنه الان بیاد تو اسکای وایس، شما اونو ببینید منم ببینید، اصلا چرا من باید وقت و پول و جون و عمر و وسیله رو بذارم برای یکی دیگه؟ آقای نجاری از این تلویزیون به اون تلویزیون، آقای تیرانداز از این تلویزیون به اون تلویزیون، آقای ایکس خانم ایگرگ بمان. این آقا داریوش یا آقا پژمان هرچی اسمش بود، ما دیدیم یه نفر زنگ میزنه، همون چیزی که اون روز گفتم، حالا با صد رحمت به این دوستمون قشنگ این تلفن رو گرفته جلو رادیو، که بعضی رادیوها هم با سوراخ پایین فرقی نمیکنه، این تلفن رو میگرفت یا جلو دهنش آروغ میزد یا میگرفت جلو فلان یا هر چی، صدای اینو در میبرد که ما بعض وقتا مسخره میکردیم، میگفتیم شما یک کلاس زبان برو بلد نیستی کجا چه صدایی رو در بیاری. نه گذشت رفت. یه دفعه همین تلفن ارزون ما که مثلا من برای یک سال 30 دلار مای 5 دلار میدادم، 30 دلار 24 دلار بگو 60 دلار میشد مای 5 دلار، تلفن کانادا و مکزیک و برای اون وقتا که تلفن میگرفتی مای 100 دلار این خیلی خوب بود، ماجیک جک. این تلفن ارزون ما شماره این آقا پژمان و آقا داریوش هر کدوم اسمش هست هر کدوم مسترا اسم مستعارشه نمیدونم انداخت، و من تو برنامه اعلام کردم. حالا خیلی خوشحالم که من اسم و شماره و اینها رو نشون ندادم، ولی به عنوان تهدید نمیگن، چی میگن؟ دیدلاین، اتمام حجت. به عنوان اتمام حجت گفتم شما اگه این کار رو خاتمه ندی الان که شمارت افتاده، و الا من شماره ای رو پیدا نکردم. شما میگی که شما اگر شماره رو میتونی پیدا کنی چرا به من زنگ نزدی؟ آقا من اصلا نمیدونستم شما کی هستی، من اصلا نمیدونم این خانم خانم شماست، به خدا به جون دوتا بچه هم اصلا خبر نداشتم تا اینکه شما پریروز بعد از برنامه زنگ زدی که آقا این به خونه زنگ زدی. من اصلا چه میدونم کدومش خونه هست کدومش چیه. ساعت 2:30 باید بریم آگهی‌ها رو پخش کنیم. امروز آخرین روز یعنی 20 آپریل آخرین تور اندی هست، بعد اجازه بدیم من اندی و چیز رو پخش میکنم، گرچه روی فیسبوک هم هست ولی دیگه ما چون قول دادیم اینم پخش میکنیم. اگر کسی هم الان میخواسته تو اروپا و این ور ور کنسرت بره، ولی یادم نیست اینکه این کنسرتش کجا. در هر صورت برگردیم به این دوست یک و دوست دو، این آقا داریوش و پژمان و من تو برنامه گفتم یک کسی هست که شما هم دیدین صدا میده و فلان اینا، این شمارش این. اینقدر مردم بهش زنگ زدن فردا به من زنگ زد گفت آقای سوری من از شما عذر میخوام شمارم رو عوض کردم، و من یه مهمونی داشتم خونمون، این از شما بدش میمده، من که میرفتم سر کار این به شما زنگ میزده. گفتم مهمون تو کردی بیرون همون دیشب؟ دروغ میگی آقا دیگه. در هر صورت خوشحالم که تجربه اون موقع باعث شد این بار با وجودی که عصبانی بودم اون روز شماره تلفن و اسم و اینا را نگم، و من دنبال شماره این نرفتم. شما وقتی زنگ زدی یه بار از تلفن خودت یه بار از تلفن منزل یا تلفن همسرت، این شماره ها اینجوری افتاد. در هر صورت اینم ماجرا، و من اصلا لازم نیست به هیچ کسی هم توضیح بدم، ترس و وهمه هم از کسی ندارم، ولی دارم به شما حقیقت رو میگم. بریم سراغ اندی. اندی خواننده ای که انسان خوبیه، این خیلی فرق میکنه ها، خواننده خوب انسان خوب این دو تا چیز مختلفه. اینو ببینیم، اعلام میکنه از مارچ فلان تا اپریل 20. من معمولا 2:30 یک آگهی
یا اینفومرشال هم درباره جینیز هوکا لاونج میذارم، ولی امروز چون با خودشون صحبت میکنیم همینطور درباره اندیشکده هم من یه آگهی میذارم، باز امروز چون با آقای لادن صحبت میکنیم دیگه تکرار مکررات نمیکنیم. اگر سوالی هست که شما مایلید در حین برنامه از خانم فری شوبری یا از آقای لادن بپرسم، برای من یا فیسبوک یا ایمیل بفرستید، ببینم میپرسم، نبینم در برنامه‌های آینده ببینیم و بشنویم اندی و کنسرت هایی که انجام شده و این یه دونه ای که مونده. ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنایی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی دهم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آپریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مددیان آفیشیال یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بزرگترین و باشکوه‌ترین تور نوروز اندی. بله، این از این. و والنتاین هم دوستان اگه خواستید ماشین بفروشید یا بخرید یا معاوضه کنید، میتونید با این دوستانم در والنتاین موتورز اینک یا همین آقای بیژن جعفری و دوستانشون تماس بگیرید و اینها تا اونجایی که بتونن راهنمایی میکنن. من صدای این رو میبندم چون وقتی صدای این رو پخش میکنیم یوتیوب یقمون رو میگیره. خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما. تماس از شما، خدمت از ما. 301-735-75-53. من چند تا به اصطلاح دو سه تا یا معامله یا بالاخره آدم میگن یا با یکی هم سفر شو یا با یکی هم سفره شو تا بشناسی. اینجا با یک کسی وقتی معامله انجام بدی بعد میفهمی که آقا این آقا حرفش درسته یا نیست، قولش درسته یا نیست. ما تا اونجایی که به هم ثابت شده حرف ایشون درسته، قولش درسته. و اگر بخوام ماشین بخرم، الان که یه ماشین نو خریدم، راستی براتون تعریف کنم، میرم سراغ ایشون. اینم از این. و اما این ماشین نو ما یه دو سه روزی دیدیم که هر وقت ترمز میزنیم ماشینی که هنوز 3000 مایل روش نیست، این چرخ سمت چپ دست راننده میگه مثل موقعی هست که لنت ترمز تموم شده. حالا ماشین های جدید وقتی لنت تموم میشه یه آهنی میچسبه به روتور یا به دیسک و یه چراغ روشن میشه و تا همه نیست کدوم چرخ و اینا. حالا ما چون خیلی تیتیش مامانی نیست صدا داد. بعد این ماشینه رو ما از روزی که خریدیم هر وقت درش رو قفل میکنیم بوق میزنه، هر کاری هم تو این ستینگ و اینا انجام دادیم نمیشه. وقتی هم میام تو گاراژ ما این عادت کردیم، خدا بیامرز پدرمون گفته بود که وقتی میرسین اصلا نزدیک خونه که میرسین رادیو رو خاموش کنین، اون موقع که ایرکاندیشن نبود بخاری رو خاموش کنین، هر چیز برقی هست خاموش کنین، حتی چراغ رو خاموش کنین تا این باتری چارج بشه برای فردا صبح، چون صبح که میخواد سرد ماشین استارت بزنه بیشترین جوس یا بیشترین امپ یا بیشترین کرانک امپ رو میخواد. اوکی؟ اگه یادتون باشه هر کی هم تو ایران میخواست ماشین خاموش کنه یه گازی میداد که همسایه هم یه دوتا فوش میدادن، میگفتن آقای فلانی مثلا حال اومد، یه گازی میداد خاموش میکنه. این گازی که میدادن میخواستن یعنی یه سری چیز بره داخل، یه سری چارج بره داخل از دینام، اصلا دیگه الان دینام نیست، دینام بره تو باتری. الان دیگه این آلترناتورهای جدید و اینها توی دور کم هم چارج میکنن، مثل اون قدیم نیست بمانه. و ما رادیو خاموش میکنیم، ماشین رو خاموش میکنیم، فردا صبح که ماشین روشن میکنیم رادیو روشنه. رفتم حالا این بنده خدا اون سرویس چیزه هم یه خانمی بود، معلوم بود خانمم محسنه، یا از یه جای بازنشست شده یا از شوهرش جدا شده حالا مجبور کار کنه، خلاصه معلوم بود که اصلا این تو کار ماشین نبوده. ولی
روشم نمیشد بگی که من اینو بلد نیستم، مثلا جان تو بیا کمک کن. هر چی ما میگفتیم میگفت آها بس برم بپرسم و بیام. دوباره میرفت داخل و میمد. خلاصه به من میگه که اون بوق درست کرد، اونی که وقتی در رو قفل میکنیم جلوی رستوران در آپارتمان مردم فوش میدن، دیگه جوری شده بود که من در رو قفل میکردم ولی اطمال مطمئن که کلید تو دستمه، در رو قفل میکردم میبستم که اونو نزنه. اون درست، ولی رادیو باورتون میشه؟ میگه این رادیو ماشینای جدید همیشه رادیوش روشنه، فقط شما میتونید میوتش کنید. میوت یعنی گونگ. آدمی که نمیتونه صحبت کنه میگن این میوته، آدمی که نمیتونه بشنوه بهش میگن دف. و میگه فقط تو میتونی میوتش کنی. میگم یعنی چی همیشه روشنه؟ میگه بله. بعد به طرف گفتم ما برای من رشته برق خوندم میفهمم که این اینجوری باشه. میگه نه، این رادیوهای جدید انقدر کم مصرف میکنه که ضربه نمیزنه و اینا، ول کن. ولی جالبتر از همش ترمز رو گوش کنید. میگه که اب نداره، این یه چیزای سفتی تو ترمز هست صدا میده. میگم خب من از کجا بفهمم که این اشکال همش چسبیده داره تموم میشه یا اینکه اون چیزای سفته؟ تا رسیدم خونه یه ایمیل براش فرستادم که شما این یادداشت رو نگه دار، به سرویس منیجر نشون بده، منم نگهش میدارم، استمپ دیت یعنی تاریخ زدم روش اینا، که من اگر 2 ماه دیگه این ماشینه آوردم جام شده بود، تو ایران میگفتن جام شده، نمیدونم چه کلمه‌ایه، گیری پاچ میگفتن شده، اونم نمیدونم چه کلمه‌ایه، همه چی یه دفعه تو راه کازرون برای من اتفاق افتاد، با پیکان داشتم میرفتم و تمام این ترمز و روتور و بوربرنگ و اینها داغ شده بود، حالا یا گریس نداشت اینا، و اونجام که مثل اینجا نبود فوری زنگ بزنید یه تراک. 3 روز آمدم با دوستم و داداشم به روز، هی برو هی بیا بوربرنگ بخر، تورچ بخر، تورچ یعنی مشعل. یه بدبختی بود بمانه. بعد اینم ماجرای ماشین نو ما که از دست ماشین کهنه عاجز شدیم، رفتیم ماشین قسطی خریدیم، میگیم بابا به جایی که پول بدیم مکانیک ما 350 دلار میدیم قسط، حالا قسط رو میدیم ماشینم اینجوری. وقتی هم رفتم اونجا میگی نه این مال خودشه، اب نداره. اینم از این گفتم شما اگر داریم بگو. و اینجا من نوشتم ما ایرانی ها دموکرات یا جمهوری خواه نیستیم عزیزم، هم شهری من کاکو جون، هر طرفی باد بیاد میریم اون وقت. اگه یکی اومد گفت بچهاتونو من مجانی میفرستم مدرسه، ما میریم با اون رای میدیم، حتی اگر چیزای سیاسیش با ما جور نباشه. پس ما پرچمیم، انقدر هممون هی میگیم پرچم پرچم، راست میگیم، ما پرچمو دوست داریم. هر بادی که میاد مثل پرچم، باد از شمال میاد به جنوب، ما میریم به جنوب، از غرب میاد به شرق، میریم به شرق و الی آخر. اینم از این ماجرا. حالا ایش دوستمون با افتخار، آقا بیا افتخار کن، به من چه، بیا بگو که شما دموکراتی ولی الان به ترامپ رای میدی و دیگران رو هم دعوت کن برن اونجا. ولی روزی که ترامپ گندش بالا اومد، روزی که الان میگن ما این انقدر دیوونه است جرئت نمی کنیم اینو تنها بفرسیم بره کره شمالی، اون وقت این آقایی که میگفت این رئیس جمهورهای قبلی کارهای مخفیانه زیاد کردن، باورتون میشه که رئیس CIA که میخواد بشه وزیر امور خارجه و ممکنه قبول نشه، چون اینم یه آدم دیوونه ایه، فکر میکنه همه مشکلات دنیا با تفنگ حل میشه، آقای پامپئو این رو مخفیانه فرستاده کره، کره شمالی رفته با اون آقا صحبت کرده. باورتون میشه کسی که حرف از ترانسپرنسی یعنی شفافیت میزنه یه دفعه اینجوری گندش بالا بیا؟ حالا گندای دیگرش به جای خود، اینم سیاست اینجا. بعد میگن گفته که من میرم اونجا اگه این چیزایی که گفت باب تب من نبود بلند میشم میام بیرون. میگن آقا این خله، این دیوونه است، اولا تمام مشکلاتی که اینجا دست پاش گرفته انداخته توی چاه مسترا از دهن خودش هی حرف زد، هی حرفا. مثلا الان اون که یقش گرفتن گفته بود اول کمی رو من به خاطر اینکه این یکی دیگه نوشته و این مسئول اودجی میگن چی Department of Justice DOJ اون هست، بعد خودش تو همون مصاحبه میگه که البته من قبلا میخواستم بکنمش بیرون از روسیه. همه اینا رو جمع کرده، روسیه هم داره به ریشش میخنده، چون این اومده تازه حالا معلوم شده گفته که پوتین به این گفته که ما یک زنای فاحشه‌ای داریم از همه دنیا سرن، بعد پوتین و چیز گفتن ما نگفتیم، این دروغ میگه. یعنی همه پشت اینو ول کردن. اون وقت جالب ایرانی ها آقای میبودی و آقای مفنگی و این دوست ما
تازه رفتن چسبیدن به ترامپ، مبارکتون باشه، مبارکتون باشه. آقا چی میتونم بگم؟ ما یه ماشینی میگیم آقا این بده نخری، شما میری میخری، به همم هم شیرینی میدی، میگه آقا مبارکت باشه، خودت برو تا ببینی. اینم از این. و اما پیام همشهری ساعت 10:33، ساعت 10:37، و اون دوست ایشان در مهمانی بوده، با زنش بوده، بعد شما از من قهر کردی. اینم تو رو خدا به من توضیح بده. میدونی من یک کمی نفهمم، کم فهمم، دیر میفهمم. و اما بریم ببینیم که دیگه چی داریم. آها دوست عزیز، تو یکی از این چیزای میبودی صحبتاش، چون امروز گفتی که حتما این گوش میدی بعدن پخش میکنی، والا بلا بارها گفتم من اول گوش نمیدم پخش کنم، و بعضی وقتا دیدی یه دم میگم اوپس نباید این آقا مثلا اینو میگو، یا گفته گفته بعد گفته آقا اینو پخش نکن، بهشونم میگم اول کار بگید این پیام مال خودتونه، که حتی اگه پخش میکنم وقتی تو برنامه میشنویم که داره میگه این پیام مال خودتونه، قطعش میکنه. ولی حق ما که یه پیامی رو گوش کنیم، اگه دلمون خواست پخش کنیم، اگه دلمون نخواست پخش نکنیم. این مزخرفی که میبودی میگه، میگه روزنامه های ایران، رسانه های ایران اعلام کردن 80% مردم زیر خط فقرند. به نظر شما نباید میگفت کدوم روزنامه، نباید میگفت کدام ارگان، نباید میگفت کدام تلویزیون، کدام کانال؟ دوست عزیز، ما از شما انتظار بیشتری داشتیم تا اینکه بشینی تلویزیونای لس آنجلسی رو گوش کنی، تازه به دوستتم که دیگه حالا باهاش حرف نمیزنی اینا رو بفرسی، توضیح هم ندی که منظورت از فرستادن اینا چیه. ولی خیلی خوشحالم که لطف کردین و زنگ زدین. کازرون تظاهرات، دکتر رضا سلامی براتون گفتم 80% مردم زیر خط فقر هستن. ببین همینی که من گفتم، الان یه نفر میتونه امشب بگه سوربی تو برنامه‌اش گفت 80% مردم زیر خط فقر هستن. اینه که میگن مدیا شده یک اسلحه خطرناک، یک شمشیری که دو طرفش هم ممکنه به شما ضربه بزنه هم به طرف مقابلت، و باید خیلی وارد باشیم تا از این مدیا، از این سوشال مدیا، نمیدونم چی بهش میگن، چیزهای اجتماعی، رسانه های اجتماعی به نحو صحیح بتونیم استفاده کنیم. حسین دهباشی، زندانی این طرفی، کافیست اسمشو بذارید براتون بزنم تایپ کنم. بابا دیگه بالاخره یه چیزی، این حسن برنامه های ما ماشاءالله اینه که تا حالا هرچی خودمون بلد بودیم سعی کردیم به دوستانم یاد بدیم، بابتش هم فوش خوردیم ماشاءالله الله اکبر به این فهم و شعور دوستان ایرانی. ببین من اینجا میام جهت ثبت در تاریخ و دریچه زرد و اینا، اینو مثلا به شما نشون میدم. اینجا ببین می‌نویسیم حسین دهباشی FBI، اینا مدرک چیزه. ببین FBI Iranian charged with allegedly forging، یعنی تقلب کردن. اینایی که مثلا مهر اداره مثلا گمرک و فلان میزدن پای چیزا، اینا فورج کردن میشه. forging a letter from UN. البته وقتی پرونداشو میخونی بعد میاد که اصلا این ماجرا، این آقام است که از ایران مأمور بوده آمده اینجا، بعدم میبینید که با حقوق اون وقت کسی که اومده بود کمک من بکنه، آقای ابهری، حالا سعید سرش داره میزنه به دیوار میگه به این سوربی گفتم، ها کسی که اومده بود کمک من و تلویزیون مردم بکنه، وقتی که یه پولی افتاد دستشو میتونست به اصطلاح برای فیلم برداری اینا از تلویزیون مردم استفاده کنه، خدا میدونه حتما خانمشو به عنوان فیلم بردار برده، خب خانمش هم ببره این ور براش واس بهتره. چی میگی آخه آقای ابهری؟ ولی خب امیدوارم اون عذرخواهی که کردی از صمیم قلب بوده، و ما هم از صمیم قلب میگیم نه آقا، نو هارت فیلینگ. همین نو هارت فیلینگ، این دوست شیرازی مون هم گفته آقا آی دونت هاف انی هارت فیلینگ. منم توارد شما هارت فیلینگ ندارم، من اصلا نمیدونستم شما هستی. وقتی من نمیدونستم شما هستی چجوری میتونم از شما ناراحت بشم؟ مگه من به شاه الله احمدم؟ شاه الله با سلطنت طلبا و طرفدار پادشاهی فرق میکنن ها. شاه الله مثل حزب الله، شاه الله میگی شاه دیپلم نگرفته از همه مردم جهان بیشتر میفهمید، حزب الله هم میگه خمینی از همه مردم دنیا بیشتر میفهمن. این وجه تشابه اونا. مگه من مثل اونها هستم کسی رو که نمیشناسم دشمنش بشم؟ ولی وقتی اومد به خدا به جون همین داداشم که با شما هم کلاس بوده یا دوست بوده،
وقتی هم دیدم نمیدونستم شما هستی. آقا یادم رفته، مگه من یکی و دوتا دوست دارم؟ حالا که به این نعمت فیسبوک خدا میدونه چند هزار تا این برور هی میان هی میرن و نمیدونم. در اصل شما گفتی هارت فیلینگ، به قول معروف اینجا هم نو هارت فیلینگ. خوشحالم که همین همت، یعنی آدم تلفن رو برداره به دوستش زنگ بزنه بگه آقا اگه من این کاری که کردم اشتباه بوده از نظر شما من عذر میخوام، بعدم خودت از دیگران سوال کن ملت کاری که ایشون انجام داده اشتباه بوده یا نه. کسی که ما رو میشناسه سالها تلفنشو قفل کنه، پیام بذاره با صدای بد رادیوهای دیگه و من بشنم چیکار کنم؟ بشنم گوش بدم؟ خب با این دوستان خوبی که من دارم، مخصوصا با این همشهری ها، احتیاج به دشمن ندارم. آمریکایی‌ها میگن if you have friend like him you don't need enemy. اگه شما دوستی دارین مثل این به دشمن احتیاج نداری. هم کار دوست انجام میده که نمیده، کار دشمن رو به خوبی انجام میده. این هم از این no hard feeling. ببین حتی اینجا نگاه کن اینجا نوشتم no hard feeling. ببینی؟ اوکی. این دوستان وقتی میگم سرتیتر بنویسید اینه که یادت بیاد. و اما 420 لینک در نوشتم که برین توی قسم میبینید یا علکی من هی دارم نشون میده. 420 مال همین برنامه هشیش مشیش رو نمیدونم ماری جوانا، یه فیلمیه که سم گذاشته، اگر دوست داشته باشه لینکش رو بذاره قسمت کامنت این برنامه تا دیگران هم ببینن. و اینم از این دوباره ببینید الان هر کسی ساعت 2:19 زنگ زده ببینید من نگاه کنید ایمیل رو بهتون نشون بدم. این ایمیل ما، صفحه ایمیل ما. اوکی؟ من که اینجا نشستم اینجوری میبینم، اون جوکیات میگه از اینجا اینجوری به نظر میرسه. بیا ما اینو میبینیم new voicemail at 219 آمده اینجا unknown، یعنی شخص ناشناس. دوستان چه کسایی ناشناسن؟ طرفی که جلاده برای یه حکومت دیکتاتوری میخواد بچه رو شلاق بزنه صورتش میپوشونه، دوست که میخواد بیاد خونه شما صورتش میپوشونه، دوست که میخواد بره کارت شما رو دزدی استفاده کنه تو بانک صورتش میپوشونه. انون ناشناس یعنی این. و الا سالها زحمت کشیدن، تلفن آمد با آیدی. خدایا این آلرژی داره ما رو خفه میکنه. این آلرژی دیگه نه گلو درده نه ریه هست نه چیز، آلرژی. البته حرف زدن زیاد و داد زدن زیادم بی تخص یعنی کم اثر نیست. نگاه کن دوست عزیز 2:19. حالا بذار برم بعدی هم بهت نشون بدم. اینجا یکی این ورتر این یکی 2:22 دقیقا هم نشون میده که 3 دقیقهش تموم شده، چون همین کارا این دوستون هم کرده بود. 3 دقیقهش که تموم شد بعد گفت که به نظر میاد من خیلی صحبت کردم، 3 دقیقه هم تموم شد. حالا اگه شما نمیخوای شمارت انون باشه، این تلفن تو اگه مال AT&T مال سپرینت مال ورایزن مال هر جا هست، ببر بهشون بگو آقا من که دوز نیستم، من که از کسی خوف و وهمه ندارم، من میخوام به دوستم زنگ بزنم شمارمو ببینه. این چرا انونش میکنه؟ اونا برات درستش میکنن. ضمناً کامپیوترت هم که گفتی احیانا دوباره 2:44 ببین این پیام ها نگاه کن بفرم، اینم 2:44 من اینجا اینو ببینم. شما که میتونستی پیدا کنی، خب شماره خودم رو پیدا میکردی. من اومدم اینم اون شماره افتاده به اونم زنگ زدم و خیلی هم خوشحالم که به اون زنگ زدم تصادفاً. بیا 2:44 و اینجوری پیام گذاشتن فایده نداره. من تازه اگر لطف کنم یه وقتی بیکار باشم این پیام ها رو تو اوقات بیکاری گوش میدم و یاد گرفتم از سعید. آشغال بنداز تو آشغال دونی. این سعید میگه آقا مگه من دماغم اینجا مجانیه تو آشغال میاری جلو دماغ من میگی بو کن؟ خب مرد حسابی بو کردی بنداز دور، و الا از فردا من هرچی آشغال دنیا میارم جلو دماغت هی میگم بو بکش تا کله پاش. خب پیام همشهری ها رو ولش کن، چون من میگم نفهمیدم ایشون چی میگه. با یه دوستیش توی مهمونی دیگه با اون صحبت نمیکنه، از ما هم قهر کرده. این ضرور مسئله بود، میگفت زدن مسگری رو نمیدونم در فلان، زدن گردن اون آهنگری در...
خب ببینم براتون اینجا چی گذاشتم. اینا امروز اولین روزیه که دوباره چمن زدن و اینها شروع شده. امروز جمعه اتفاق افتاده در کازرون. این دوست ما حالا دیگه از توییتر هم برامون میفرسه که خب این همون ماجرایی میشه که هر روز ما باید خودمون رو به یک وسیله جدید آشنا کنیم، یاد بگیریم و الی آخر. نمیشه شما اون کامپیوتر قدیمی که داری بگی خب حالا دیگه من نمیبینم، ولی خیلی ممنون آرشیوتو درست کردی. شما برو ببین چرا ما رو نمیبینی. کامپیوتر قدیمی تو تمیز کن، اگرم اشکالی داشتی به من زنگ بزن تا از اینجا راهنماییت کنم چجوری ادآن اون یکی دیگهش نمیدونم چیه میذاری و درست میشه. ببینیم کازرون چه خبر شده، کی انقلاب میشه. جواب من رو بنویسید دوستان، در چه شرایطی شما میرید ایران؟ چند درصد به نظرتون اگه اینا پیروز بشن میرید ایران؟ 10%، 80%، 90%، 99%، 100%؟ مثل سوربی میگه اگه 100% هم اینا پیروز بشن، کسای دیگه هم بیان، من نمیرم اونجا. بفرمایید. ما تنظیم میکنیم همچی که میخوان به شما نشون بدیم جا به جا میشیم. خیلی جالبه، دارن میگن ای رهبر بی عرضه، استعفا استعفا. و چقدر خوشحالم که در مملکتی هستیم که رهبر به رأی شما انتخاب شده. امروز هم میخواد به رأی شما بهش میگید استعفا، امشب استعفاشو مینویسه. دیگه چی میخواد؟ همین تظاهرات ادامه بدیم. ولی تظاهرات روز جمعه بعد از نماز جمعه به جایی نمیرسه. تظاهرات روز شنبه کارگر نره سر کار، دانشجو و بازنشسته و حقوق عقب افتادم و بنداز دم در کوزه آبشو بخورا، روز شنبه کارگر نره، شنبه اتوبوس واحد بره اینجوری پارک کنه کجکی تو خیابون جلو همه رو ببنده. این آقای منصور اوساندو اومده اینجا، این داشتم اینو میگفتم، جالبه ما یه سری زندانی ایران بودن، آخونده اینا رو صادر کردن. مصادره حالا چجوری صدور و مصادره چی میشه، صادر کردن خارج، اینا مدن شدن رهبران انقلاب. یه ادم مثل آقای حسین دهباشی زندانی FBI اینجا بوده، ایشون وارد شده به ایران، شده فیلمساز تهیه کننده، بعد حالا داره آماده میشه برای رئیس جمهوری. یعنی شما دو سه سال دیگه که نوبت انتخابات رئیس جمهور میاد، این آقایی که اون موقع 38 سالش بوده احتمالاً حالا 40 و 40 و چند سالشه، ایشون میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. حالا وظیفه آقای ابهریه، این سه بار بگی بیشتر نگفتم سعید، که بره تحقیق کنه ببین آقا این حسین دهباشی چجوری با زن و بچه با کاغذ فورد شده میاد آمریکا، دو ماه هم میره زندان، بعدم تازه میره شکایت میکنه که تو زندان به من بدرفتاری کردن. آقا اینجا رئیس جمهورش به رئیس FBI میگه که این خبرنگارا رو بنداز تو زندان که اونجا دوست پیدا کنن، دوست پیدا کنن یعنی بهشون تجاوز کنن، بعد همشون ساکت میشن. این آمریکاست، این زندان آمریکا. اون وقت این رفتن برای رهبرش، رهبر جون به من خیلی اذیت کردن تو زندان، خب بعدم بهش فیلم دادن، فیلم میسازه. میدون چند تا فیلم تو ساخته، نمیدونم خشت خام خشت پخته، کارمون خرابه. بعد ببینیم که گناه کرد در بلخ آهنگری، به سمنان زدند گردن مسگری. آفرین. این آقای اکبری هم دوست عزیز همشهری، ایشون هم شیرازی. شما دوست توی مهمونی بودی به من چه؟ یادتونه وقتا گفتم ما یه دوستی داشتیم الان چند مدت اونم مثل شما دیگه با ما کاری ندار. گفت آقا من تو مهمونی ها هی باید برای تو دعوا کنم. گفتم من اونجا هستم. گفت نگفتم برای چی دعوا کنم. گاهی یه چیزایی میگن. گفتم بهشون بگو اگه جرأت داریم بیا دوشنبه بشین تو برنامه صحبت. گفت راستم میگی آقا، حالا شما به خاطر اون از اون قهر کردی بعد اصلا من نمیدونم خب چی بوده، چه کار کرده، چه گناه کبیره ای مرتکب شده که هم بعد از 40 سال دوستی، بعد دوستی شما اینجوریه عین دست نمازه با یه گوز باطل میشه.
بعد از 40 سال که باهات دوست بوده توی مهمونی مثلا شراب به اون یکی زودتر داده، به شما دیرتر ازش قهر کردی. مرسی. خب کم کم داریم به ساعت 3 نزدیک میشیم و من میدونید الان چند مدت از تلفن استفاده نمی کنم برای مصاحبه، ولی خانم شوبری گفتن که اگه بشه با تلفن، من این تلفن میارم به عنوان زاپاس. این کلمه زاپاس کجاییه؟ اینجا میگن اسپر، تو ایران چی میگفتیم؟ همون میگفتیم زاپاس. اینو میذارم به عنوان زاپاس که اگه این تلفن درست عمل نکرد با اون تلفن، و ایشون گفته با تلفن دستیم هم تماس بگیرید و میگیم باشه چشم. بذارید ببینم که شماره ایشون، باورتون میشه من شماره خانم شوبری، همسرش آقای لطفی، اینا رو یا باید تو این تلفن نگاه کنم یا باید تو ایمیلی که فرستادن نگاه کنم. من زندگی میگم به اندازه خودش مشکل سادهش میکنم. هر کی هر وقت زنگ زد گفت به من زنگ بزن، میگم شماره تو بنویس به چه شماره زنگ بزنم. کجا هست کجا هست کجا هست؟ ای داده بیدم. بذارید ببینم. اینم برای ساعت 3 برای خانم فری شوبری. چقدر کارم مرتب شده؟ چرا مرتب شدم؟ از بس شماها نق زدین. خب آها، شماره شون اینجا نوشتن، گفتن با همین شماره هم شما دوستان میتونید تماس بگیرید، ولی من هنوزم این شماره رو نمیگم، میذارم خود ایشون تو برنامه بگه. ولی من الان تماس میگیرم، امیدوارم که، چرا با این کامپیوتر تماس میگیرم؟ وقتی با این کامپیوتر تماس میگیرم دوستان، صدا از اسپیکری به این بزرگی پخش میشه. اسپیکر هرچی بزرگتر باشه صدا واقعی تره، ولی وقتی که با این تلفن ها صحبت میکنید، شما نگاه کنید اسپیکر این اولا پشتشه، بعد خب معلومه صدا چیه، مثل این تلفن ها اسپیکرهاشون یا بلنگوهاشون زیرش یه سوراخ اینقدی گذاشته و اینا هم کارشون خراب. بذارید ببینم که ساعت 2:59 است و ما سعی میکنیم که تماس بگیریم با این شماره. در حین گفتگو با ایشون من فیسبوکشون رو نشون میدم و وبسایتشون رو نشون میدم که بعدن شما اگه خواستید بتونید این فیلم ها رو نگاه کنید. شماره هاشون اونجا هست، ارتباط میتونید برقرار کنید از طریق پیام فیسبوک یا ایمیل. و اینم این، حالا بذاریم ببینیم تماس برقرار میشه. میگه از طریق هنگاوت. بله چشم، هنگاوت کانکت، ببینیم که میشه یا نمیشه. خب فعلا رفت روی صفحه دیگه، یه صفحه دیگه رو باز کرد، دوباره میگه کال، دوباره میگه میخوای کال کنی، میگیم بابا خب همه این کارا رو کردیم که ما تماس بگیریم. اصلا اینا رو نشونتون بدم خندتون میگیره. این بچه‌هایی که اینا رو درست میکنن من نمیدونم دیوونه شدن. خب بدین به یه عده پیرپاتالی مثل من اینا رو امتحان کنن، بهتون عیب و اعراضش میگن. یه جایی یه چیزی داشتم پر میکردم، میپرسید شما 18 سال کمتره؟ میگم نه. میگه اگه نیست برو بعدی. بعد آخر فرمی که میخوام پر کنم میگه تاریخ تولدت ننوشتی. میگم خودت گفتی. با دوستان عزیز، با خانم فری شوبری هستیم و اجازه بدید که من در حین گفت و شنود با ایشون صفحه فیسبوکشون، صفحه وبسایتشون رو نشون بدم که اگر بعد از برنامه شما سوالی داشتید مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید. احتمالاً تا الان سوالات شده، همین دیروز گفتم یه جایی رفته بودم اون دوستمون گفت این چیزی که میگی چن و اینها، گفتم از خودشون سوال کن. خانم شوبری سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. و این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بگید از خودتون خانم شوبری کیه، همسرش کیه، چجوری آمریکا هستین، چجوری در این بیزینس هستین و چرا امروز دنبال یه نفر میگردید که این بیزینس رو واگذار کنید. من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. با درود به شما آقای صادقی و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز شما، خیلی خیلی ممنونم، لطف کردین که این وقت رو به من دادین که من بتونم لایو بیام و صحبت کنم.
با هموطنهای عزیزم. همون جوری که شما میدونین، اول یه خوب راجع به خودم بگم. من و همسرم و دوتا پسرام، البته 6 ماه دوتر من اومدم به امریکا، الان 33 سال میشه که امریکا هستیم. بعد از 6 ماه همسرم اومدن و در کنتیکت ما زندگی میکردیم. الان 7.5 سال که من در رود آیلند هستم، استیت رود آیلند، به خاطر اینکه جینیز رو باز کردم، جینیز و کلنج و رستوران رو باز کردم و باز کردن اونم با پسرم این کار کردیم، پسر کوچیکم سینا جون. و بعد از 2 سال ایشون دیگه رفتن و من خودم نگهداری کردم و برنامه جینیز و کلنج و خودم ادارش رو به عهده گرفتم. البته من الان حدود بیشتر از 30 ساله که تو کار پوست زیبایی هستم، استتیشن هستم و توتالی این دیفرنت جداست با بیزنسی که الان دارم، جینیز و کلنج هست. ولی چون نیوپورت که فوق العاده جای زیباییه و با کنتیکت بیشتر از 2 ساعت فاصله نیست، با شهری که ما بودیم فیرفیلد کنتیکت، سالی حدود 12-13 بار ما می اومدیم. حالا اگر وان دی تریپ بود، یه روزه بود، یه هفته ای بود، بیشتر بود. به خاطر همینه که اینجا رو انتخاب کردیم برای ریتایرمنتمون و اینکه پسرم اومد و با هم جینیز رو راه انداختیم. من در کنتیکت اسپا داشتم و برای سالها و اسکین کیر خودم رو دارم، همونجوری که شما میدونین به اسم خودم Never Age. البته تازگی رو لانچ کردم، اسم جدید یه تقریبا 1 سالیه، Never Age Fairies Fountain of Youth، و هنوزم هست و مشتری هم و دوست و آشنایی که هستن استفادهش میکنن. ولی خب در مورد جینی تو کلنج، در نهایت علاقهی که دارم و واقعا مثل بچه خودم میدونمش، متاسفانه باید ببندمش، یعنی نه ببندم، واگذارش کنم به یه اونر جدید به خاطر مسائل شخصی و همینطور دستور پزشکم. به خاطر اینکه 2 سال پیش من یه حادثه رخ داد که یه میز خیلی بزرگ 10-12 نفره چوبی خورد به پهلوی راست من و من افتادم و تقریبا واقعا تا همین 1-2 ماه گذشته من مرتب هفته 4-5 دفعه میرفتم تراپی. و یه مسائل دیگه ای پیش اومد که شما تقریبا حدیش در جریان هستین که نمیخوام سردرد بدم به شنوندگانتون. ولی خب به هر صورت من دوتا پسر که دارم، ایشون یکیشون ازدواج کرد، نیما جون ازدواج کرده و رفتش فلوریدا، پسر کوچیکم هم که الان 2 سال خورده هست که رفته کالیفرنیا، به قول معروف چه میگن، حاجی مونده بود، امتینس اینجا میگن، امتینس. بله، بعد به خاطر همینم هست که دیگه وقتی که دکتر رو من گفت باید به خودت بریک بدی و این همه بوده بوده و کارهایی که داری انجام میدی و باید سبک کنی و دیگه سریس هم هست، چون من سیاتیک نرو وحشتناکی گرفتم که یه هفته بیمارستان بودم و بعدم که امارای کردن دیدن که به خاطر همون مسئله که این خورد به پهلوی من، دیسک الان دارم و فاصله افتاده بین مهرا. به هر صورت حالا یه مقدارم بگم برای از جینیز. اول از همه نیوپورت جای فوق العاده زیباییه، واقعا میتونم بگم heaven on earth. شما خودتون اومدین دیدین چقدر زیباست، یعنی جاییه که پولدارای قدیمی آمریکایی اینجا رو انتخاب کردن برای تعطیلات تابستونشون و قصرهایی که درست کردن اینجا با تمام وسایلش که از فرانسه و ایتالیا اومده و واقعا دیدنیه. بعدش هم اینجا مکه سیلراست، اونایی که عاشق آب و قایقرونی هستن هیچ جایی بهتر از اینجا نیست، میان حتی از اروپا
با حالا هواپیماست برنامه های هلیکوپتر خصوصی خودشونه میان، بعدم کاپیتانشون این کشتی های ملتی میلیون دلاری رو میاره، بعد اینجا هستن. ما اینجا وقتی که من اپلای کردم واسه یه جنیس و کلانج، قبل از من تقریبا یه از همینجوری که خود سیتی کلرک به من گفت توی تاون هال که 14-15 نفری درخواست کرده بودن برای باز کردن هوکالانج ولی قبول نشد. حالا من لاکی بودم، حالا شاید هم منو دیدن چون یه خانمی هستم که بالاخره همسرم، مادرم، بیزینس وومنم و یه سنی هم داشتم که خب یه دختر 14-15 ساله، 18-20 ساله که نبودم موقع که اپلای کردم و این اجازه رو به من دادن. بعد از اون خب خیلی خیلی مشکل بود اولش، برای اینکه خیلی اکسکلوسیو و اکسکلودر این نیوپورت، به خاطر اینکه خیلی هستن اینجا که خودشون نیوپورتی میدونن، بعضیاشون تا حالا پاشون رو اون برای آیلندم نذاشتن و یکی از افتخارات خودشون میدونن. ولی خب اینجا ما نیوی بیس داریم که خودش خیلی خیلی عالیه برای بیزینس، به خاطر اینکه کلا نیوی ها همه جای دنیا میفرستنشون، مخصوصا میدل ایست، میرن اونجا و با هوکا آشنا هستن و با کالچرهای قدیمی، کالچرهای مثل میدل ایست، میدل ایستن کالچر اینا رو میدونم. و بعد این جایی که من باز کردم و پرژن تی هاوس هم هست که نقاشی های بسیار بسیار زیبای آقای دولتشایی که از نقاش های خیلی عزیز و خیلی خوب ما هستن، ایشون به من اجازه دادن که از نقاشی هاشون استفاده کنم و به عنوان مثل پوستر اونجا اونا بذارم تمام توی لانج هست. و کالچر ایرانی رو تا حدی که مردم اصلا هیچ نمیدونستن چیه، اول براشون خیلی عجیب غریب بود، ولی الان شناختن و همه عاشقشن و دوست دارن و خیلی من خوشحالم از این نظر. وقتی که خواستم جنیز رو باز کنم، خود شهردار اومد واسه یه اوپنینگ که نرمالی اصلا همچه چیزی اتفاق نمیفته اینجا، معمولا چمبر آف کامرس میرن با این قیچی های بزرگ و برای هر بیزنسی که تازه هست گران اوپنینگشون رو انجام میدن. ولی ایشون خیلی لطف کردن با سیتی کانسل ها، همشون اومدن اونجا که خودتون شما هم تشریف داشتین و دیدین و خیلی خیلی لطف کردین. هیچ وقت من لطف شما رو فراموش نمی کنم، چون اولین باری بود که همیشه با تلفنی ما تماس داشتیم، ولی دفعه اولی بود که شما اومدین با همسرتون و چقدر لطف کردین. به ما خیلی خوش گذشت. ممنون از پذیراییتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. فیلم واقعا من لطف کردید. فیلم مال بله، فیلم مال گراند اوپنینگتون یا توی وبسایتتون دیدم هنوز هست یا توی فیسبوکتون. درباره واگذاری اگر امکان داره، مثلا شما راجع به تابلوها گفتین، این چیزی که دوستان میبینن همه اینا رو که میبینن هست، یا مثلا بعدن ممکنه بگی تابلوها نمیمونه اینجا، میگن doesn't convey؟ نه اینا همه هست. بله. همش میمونه. بله. فقط مثلا یه تابلوی هست که اگه یادتون باشه، این سرامیکه که یه خانم زیبایی هست که توی حافظیه شیراز هست، که اینو من سفارشش داده بودم، البته که دوستا سفارش داده بود برای خود شیراز درست کردن، بعد من اینو ازش گرفتم ازش و خیلی هم دوستش دارم، واقعا دلم بخواد نگهش دارم، ولی خیلی سنگین بزرگه نمیتونم. ولی اونا همه هست. یه میزی هست اونجا فور اگزامپل که اینو خانم میسیس تینی که فکر کنم شما هم که دیدینشون. بله. که صاحب قصر بلکورت کسل رو دارن، ایشون وقتی که من و سینا جون اینجا رو باز کردیم به عنوان گیفت اون میز رو به ما کادو دادن، آنتیک مال کار ترکیه است. مثلا اونو من خب برش میدارم چون خیلی عزیزه برام، یه کادوی از طرف ایشونه. ولی نه، همه چیز دیگه هست، تمام کارپتا و تخت و دیگه هستی که به در و دیوار هستش همه اونجا هست. و من تو این 5 سالی که تنها بودم
خیلی کارا اونجا میشد کرد، ولی میگم با یه دست خیلی مشکله. همون کاری که من کردم و با اینکه بدون اینکه ما ادورتایزی واقعا دارم بفینه. یعنی honestly من اصلا ادورتایز نکردم. الان که خب کسی اگه وارد باشه به همین سوشال میدیا بدونه که بخواد خرج بکنه زیادی یا حتی خرج بکنه، میتونه خیلی خیلی استفاده ببره از این سوشال میدیا، که من نه بلد بودم نه این کارو کردم. بعد خیلی خیلی رابطه خوبی جینیز، یعنی هم اونرش که من باشم هم کلن جینیز با شهر داره، برای اینکه تا حالا تو این 7 سال که باز بوده خوشبختانه حتی یک بار نشده که مثلا پلیس بیاد دم جینیز یا مشکلی داشته باشه، برای اینکه من خودم همیشه اونجا بودم و همسرم هم که 2 سال پیششون ریتایر کردن خودشونو از کارشون و کنتیکت بودن اومدن اینجا، که متاسفانه درست همون 2 سالی بود که من افتادم زمین و یه مسائل دیگه پیش اومد، مثل مولد که تو خونمون داشتیم و خیلی خیلی چیزایی دیگه. ولی به هر صورت ایشون که اصلا کارشون توی حسابداری و کار مالی هستن و هیچ علاقه و چیزی هم به کلن بیزینس ندارن، و ولی درست به عکس من هر دوتا بیزینس هم خیلی خیلی دوست دارم و متاسفانه میگم جینیز رو به خاطر دستور دکتر من باید واگذارش کنم به یه شخص جدیدی که میاد میگیره و آرزومه که یه ایرانی باشه که قدر اینجا رو بدونه. شما لطف کنید به من بگید، چون یه شماره تلفن اینجا از 401 ولی شما گفتید اگه کسی میخواد با سلفون من تماس بگیره. بله لطف کنن چون من باید بهتون اطلاعاتو بدم. شماره سلفونتون بگید هم الان تا من اینجا بنویسم. خواهش میکنم. سل من هست 203-545-3166. بله 203-545-3166 اریا کد 203 هم مال همین، یعنی آمریکا رو باید بگیری اگه کسی حتی از بیرون میخواد. خود من دیروز یه جایی بودم یه دوستی به من گفت که این ماجرا چجوری و اینها، گفتم که با خودشون تماس بگیرید و مستقیما صحبت کنید، و وقتی رسیدم اینجا من برای ایشون تکست کردم اون وبسایتتون رو، چون ایشون فیسبوک نداشت. ولی شما نکته جالبی گفتی، اگر کسی بتونه از این وسائلی که ما هر روز از دردسرهاش صحبت میکنیم، از خوبیهاش صحبت نمیکنیم، از این به اصطلاح رسانه های اجتماعی استفاده کنیم، میدونیم که الان یه آگهی که میفرستین شما مثلا رو همین فیسبوکتون 3000 خورده نفر هستن. خب این آگهی رو میتونیم با یه عکس و یه چیز بفرستین اینها، ولی شما میگید که دیگه این مشکلات که پیش آمده و اینها و تصمیم به واگذاری اینجا یا ترانسفر اینجا گرفتید. اگر دوستان کسی مایل هست که اطلاعات بیشتری کسب کنه، مستقیما با خود خانم فری شوبری با این شماره تلفن که الان میبینید روی صفحه 203-545-3166 تماس میگیرید. اگرم ایشون مشغول بود رو تلفن بودن اینا، شما پیام بذارید، پیام واضح دوبارم شماره تلفنتون رو بگید. پس شد 203-545-3166 آمریکا هم هست، تماس بگیرید. من ساکت میشم، شما باز اگه چیزی میخواین خواهش میکنم. بله آقای سوری میخواستم بگم که من با ایمو واتساپ و دیگه تنگو اینا همه میتونن با من تماس بگیرن اگر که از جای دور هستن یا میخواین که مثلا برای فری فون کال باشه. اینجا ما 5 تا دانشگاه توی رود آیلند، یعنی همین نزدیکای خودمون داریم که یکیش واکینگ دیستنسه، یعنی میتونن از دانشگاه از سلو رجینا هست، اسمی سلو رجینا یونیورسیتی، میتونن واک بکنن را بیان تا جینیز. بعد 4 تا دانشگاه دیگه هم هست که اونام همه اتوبوس دارن که میتونن با اتوبوس بچه ها رو بیارن و برن، ولی جینیز خوشبختانه تنها میتونم بگم هوکالانجیه که ما از هر سنی مشتری داریم، گست داریم که میان از 18 سال که استارتینگ اسموکینگ هست، که البته باز ما باید بگم که اربال شیشا داریم. اربال شیشا همون هوکایی هست که بدون نیکوتین و توبکوه، یعنی
منی که اصلا اهل اسموک نیستم، اگه میام جینیز میام با همسرم، میام با دوستم، با نامزدم، میتونم اونجا اگر که ایشون داره اسموک میکنه و منم میخوام که یه فانی داشته باشم به خاطر هوکا، میتونم که ایربال شیشا اوردر بدم که تمام هوکاهای ما تمام فروت فلیوره، چه نرمال باشه چه ایربال شیشا باشه. و ما همیشه همه چی رو تاپ آف دی لاین استفاده کردیم، از کلزمون که کوکونات شله، یعنی از درخت نیست، از کوکونات درست میکنن، به تا خود توباکوامون، و همینجور به همه ما آفر میدیم بهشون وان تایم یوز دیسپوزیبل هولز میدیم، چی میگم؟ چیزای یه بار مصرف. بله، یه دیسپوزیبل هولز بهشون میدیم که بعد از مصرف هم دیگه میندازن دور، برای اینکه جای برای همین هم هست که هر کس میاد تو جینیز میگه که واقعا بهترین هوکایی که من تا حالا کشیدم و داشتم اینجا بوده. دلیلش هم اینه که شما این هولزا رو نمیتونید بشورین، هرچی هم که بشورین اون تیست توش میمونه، مخصوصا مینت، مخصوصا نعنا. و به خاطر همینه که اگر که هرچی که اوردر میدن دقیقا همونو میگیرن و همونو لذتشو میبرن. و ما غذا داریم، اگر کسی بخواد لانجو بخره، لانجو بگیره، اگر فقط یه کباب به نظر من اضافه کنه is booming، به خاطر اینکه هیچ کسی کباب اینجا نداره و ما هم اینجا بیشتر، یعنی تمام غذایی که ما داریم اونجا فقط رایس رو درست میکنیم و بقیه حالت پریپریشنه، پریپر میکنیم اونجا. خیلی خیلی ساده است، ایزی. و ما به خاطر ساختمون اون بالا میتونن فقط یه هواکش میخواد که یه به قول معروف فول سرویس کیچنش بکنن. حالا اگه کسی مایل باشه که ما داریم. کسی مایل باشه با شما صحبت کنه، شماها، من اینو تو برنامه گفتم احتمالاً حاضر هستن یه چند وقتی بمونن بهتون راه و چاه رو یا بدن. بله حتما. بله. حتما مخصوصا از نظر همین سوشال میدیا، با اینکه آشنا بشن با تاون، برای اینکه مثلا ما وقتی که اینجا رو باز کردیم حداقل 3-4 بار ما تو روزنامه‌های محلی و مجله‌های محلیشون رو روی جلد بودیم. بعد تا حالا من 3 بار تو رادیوی محلی صحبت کردم. من میتونم مثلا کوبینا رو باز دوباره اگه بشه برم و همونجا صحبت بکنم، با روزنامه ها صحبت بکنم، بگم که اونر جدید داره میاد، مورد تایید منه، چون خیلی لطف دارن همگی واقعا. تا حالا خیلی محبت داشتن هم از سیتی هال هم از آدمای دیگه، چون خوشبختانه میگم اسم خوبی داره جینیز و هیچ وقت مشکلی نداشته، همه چیش روی اصول و قانون بوده و همینجوری هم انشاءالله به امید خدا ادامه پیدا خواهد کرد. همین که 7 سال شما میگید هیچ وقت نه شکایتی نه پلیسی بوده، خودش نشون میده که بیزینس خوبی هست. دوستان اگر مایل هستید که به اصطلاح این محل کسب و کار رو داشته باشید، با شماره تلفن 203-545-3166 روی صفحه میبینید و آدرس وبسایت اینها هم همین اسمی که اسم بیزینس هست، geniushookah.com. بله، geniushookah.com، این رو هم براتون نوشتم. روی فیسبوک هم geniushookah وقتی چیز کنید، اگه حتی چند تا اسم مختلف میبینید، اینی که این جینی داره از اون قلیون میاد بیرون مال اینا. درصد ممنون بله ممنونم از شما. اگر صحبتی، البته آقای یوسفی می‌خواستم بگم، اگر احیانا دوستان دوست داشتن که حالا ایمیل هم بزنن، ایمیل آدرس ما هست geniusnewport@gmail.com. و یکی از چیزایی که میخواستم بگم اینه که I am very proud که واقعا ما بیزنسمون زیر یه سال، میتونم بگم بعد از 2-3 ماه was 5 star. هنوز هم همون 5 star هست، between 4.5 to 5 star همینجوری مونده و خوشحالم از این نظر. اینا هم مهمه دیگه، وقتی یه کسی مخصوصا این روزا با اون برنامه های چی اسمش، وقتی میخوان یه جایی برن میرن چک میکنن. درصد ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. دوستان اگر مایل بودید که اطلاعات بیشتری بگیرید درباره این محل، درباره این بیزینس، از روی وبسایت geniushookah.com
یا با شماره تلفن اینجا براتون بگم 203-545-3166. سلام من رو به همسرتون برسونید، به امید دیدارتون و ممنونم. خواهش میکنم. با سپاس از شما و بدرود به همه دوستان عزیز و بینندگان و شنوندگانتون. ممنونم از شما، به امید دیدارتون. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اگر سوالی دارید خودتون لطف کنید تماس بگیرید و اگر شماره تلفنی که نشون دادیم یا وبسایتی که نشون دادیم بازم مشکلی هست، نتونستید درست ببینید اینها، این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی اینترنت به صورت بایگانی خواهد بود و میتونید با تایپ کردن همون اسم جینیز هوکا توی گوگل هم این دوستان رو پیدا کنید. روی فیسبوک هم صفحهشون رو بهتون نشون دادم. در هر صورت خواستن توانستن است. البته آقای دکتر ایران بومی میگه خواستن در حد توان توانستن است. با این دوستان صحبت کنید و اگر مایل بودید این نمیدونم اونی که واگذار میکنه، اونی که دریافت میکنه چی بهش میگن، و امیدواریم که هر دو طرف، حالا یا خریدار فروشنده، خوشحال باشن و راضی باشن. و اما اجازه بدیم ما برنامه خودمون رو 7 دقیقه دیگه میخوایم بریم با آقای امیر حسین لادن صحبت کنیم، هم درباره این کتاب خدا سالاری و درماندگی و هم اون صحبتی که پتیک کرد. سوال منم بود که این هی میگیم دوستان دانشمند آگاه نمیدونم اینا چجوریه، این درجش یا مراتب مختلفش از کجا میشه بفهمیم کی چقدر دانشمنده، کی چقدر میدونه، کی چقدر آگاه هست، اینا رو صحبت میکنیم. اگر شما سوالی دارید سوالاتون رو بفرستید، میپرسیم. من اینجا نوشتم که اینجا هم پرسشایی که از دوستان اومده براتون و برای ایشون فرستادیم و ایشون هم خودش چند تا ایمیل گرفته جواب میدن. بله گفتگوی چه باید کرد رو اونجا شروع کردیم که ایشون میگه من راه حلش رو دارم. خیلی جالبه، کسی جرئت نمیکنه نزدیک که این بحث بشه، ولی ایشون قبول کرده که بیاد صحبت کنه و حتی به اصطلاح به من و شما بگه که چه باید کرد. همونجوری که قبل اول برنامه بهتون گفتم، امروز 20 آپریل 420 420، این رو توی گوگل تایپ کنید و راجع بهش بخونید که اینم چه علم شنگه‌ای در آوردن با این ماجرای ماریجوانا. جالب اینه که هم از اون ور میگن این تمام دردها رو شفا میده. میگن بابا دیگه اینجوری هم نیست. حالا بله، یکی میگه سردرد مزمن داشتم درست شد، یکی میگه استخون درد داشتم درست شد، ولی هر دردی رو میگن اینا میگن این شفا میده. ناگفته نمانه، در همین ویرجینیا که ما هستیم دو تا خانواده برای بچهشون به اصطلاح ایالت ویرجینیا رو بردن دادگاه و مجبور کردن که به بچه های اینها این دارو رو بدن. اینم یه مشکلی ها. خب اگه آزادی بزنی آقا این میره این درخت رو پیدا کرده میخوره، میبینه وقتی میخوره حالش خوب میشه، خب بذارید بخوره به شما چی؟ ولی متاسفانه این قانونا دست پاگیر شده. مثلا تو ویرجینیا شما با نسخه دکتر میتونی روغنش رو بخرید، اون وقت روغنش رو از کلرادو که آزاده براتون میفرستن و خیلی هم گرونه. اون روز من یه چیزی اینجا نشون دادم که یه دوست ما از کلرادو آورده و دوستان رفته بودن میگفتن نتونستیم پیدا کنیم. وقتی هم پیداش کرده بودن طرف گفته بود یه انقدرش 50 دلاره و ما نمیتونیم به شما بفروشیم، ما فقط تو کلرادو میتونیم بفروشیم. خب یک دلیلی میشه که یک سفری داشته باشید به کلرادو و برید اونجا. امروز جمعه اتفاق افتاده در کازرون استان فارس تظاهرات. ببینیم حالا آخوندا این تظاهرات رو هم مثل تظاهرات قبلی، اعتصابات قبلی به یک کسی میچسبونن، دسیسه آمریکا بوده، دسیسه نمیدونم دولت‌های چی بهش میگفتن اون وقتا، مستضعف نه اون یکی دیگه بگیم، استعماری بوده و اینها، یا اینکه این دفعه به فکر میافتن که ای
باید به این مردم یا آزادی بدیم یا ما هم حکومتمون میره پایین. شنیدم که یکی از اینا گفته که ما باید بریم قم یه دولتی بسازیم، یه شهر و ایالت و به اصطلاح استان جدیدی. خدا کنه همچین کاری کنن، میشه واتیکان، برن اونجا برای خودشون زندگی کنن، هر کاری هم دلشون میخواد اونجا با قانون خودشون انجام بدن. خب بذارید من یه چند تا نوشته رو براتون بخونم. ضمناً وقتی که ما به آقای دکتر سلامی نوشتیم آقا اونا دارن تو کازرون تظاهرات میکنن، شما میخوای تو آمریکا پتیشن پر کنی، ما دوستان ایرانی اینجوری هستیم، به جایی که جواب بدیم بگیم بله این خیلی مثمر ثمره کار میکنه اینها، نوشته شما به من بگو شما چی کار کردی. آقا من که دارم میگم من اگه کاری میتونستم انجام بدم در نمیرفتم از ایران. این آقای عباس امیر انتظام اگه یه چیزی راست میگه اینه، تمام اونایی که در رفتیم ترسو هستیم. ترسو بودن بد نیست. شما چرا تون نمیری؟ میترسی پلیس تیکتت بده. چرا با ماشین قیقاج نمیری؟ میترسی تصادف کنی. اتفاقا هر چی باهوشتر باشی ترسوتر میشی. به همین خاطره که بچه ها دست پاشون میشکنه، از درخت میفتن، ولی هی که بزرگ میشیم چون هوشمون زیاد میشه ترسمون هم زیادتر میشه. حالا آقای رضا سلامی من ازش پرسیدم شما چند درصد که بشه میری ایران، چون نمیرن، چون حاضر نیستن درست بگن، بهشون بر میخوره، میخوان به تو حمله کنن. آقا من 20 ساله از این حمله ها حملات به هم شده، این خیالم نیست دیگه، به قول معروف پوست کلفت شدیم، بادی نیستیم که به این بادها بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم. بذارید من چون اسم آقای لادن رو دو جا دارم توی اسکایپ، یکیش می‌نویسه پارتیسیپنت یعنی شرکت کننده، اون مثل که یک چیزه برای کنفرانس و اینها هست، این یکی دیگه مال حساب شخصی خودشونه و این روزا شاید شما این مشکل پیدا کرده باشید، یه اکانت باز میکنی رو تلفن دستی، وقتی میای خونه میبینی رو کامپیوترت هست، رو آیپدت هست، والا چی بگم، این روزا تو ماشینم که میری، اون روز ماشین رو روشن کردم میبینم تمام شماره تلفن‌های تلفن من رو اونه. نگو که این چیزش روشن بوده، بگید بلوتوت، دندون آبیش روشن بوده. اینم یه اسم دستگاه یکی گذاشتن بلوتوت. ساعت 3:29 است، اجازه بدید تماس بگیریم با آقای لادن و بپرس. ببینید خیلی بابا کارم ردیف شده، اینم ساعت برای ایشون هم گذاشته بودم 3:29 که هی به این و اون نپرم بعد آخر برنامه جلو این دوستان شرمنده بشم و یادم بره باشون تماس بگیرم. اجازه بدید که ببینیم ویدیوی ایشون رو هم داریم یا این عکسی که عکسای اینجوری آمریکایی‌ها میگن thinking man رفت اون عکسه. بله دوربین ایشون هنوز روی اتوماتیکه متاسفانه، این دوربین های اوتوماتیک. حالا دیگه یه چیز دیگه هم پیدا کرده، اون موقع میگفت فقط فوکس میکنیم، حالا به غیر از فوکس زوم، هی زوم میکنه، هی دنبال صورت آدم میگرده که کجا صورت رو پیدا کنه. بذارید من تصویر ایشون رو بدم به یکم، اگه سر دوربین رو ببرید بالاتر چون از پیشونیتون به بالا دیده نمیشه. آها خیلی عالی شد، یکم دیگه بره بر میگرده وقتی ولش میکنید. آها بسیار عالی. بله دوستان عزیز، این شما و این هم آقای امیر حسین لادن، کسی که این کتاب خدا سالاری و درماندگی رو نوشتن و کسی که اون فیلمایی رو که ما براتون نشون دادیم و هنوزم دو تا از اونا روی تلویزیون مردم هر روز پخش میشه، اینها توی اون قسمت اندیشکده.net تولید کردن و امروز میخوایم چند تا سوال ازشون بپرسیم. اول اینکه آقا اون سوالی که هم من برام سوال شد، هم دوستمون برام اون سوال شد که این درجه فرهیختگی و خردگرایی و دانا بودن یا دانشمند بودن رو چجوری، خب مثلا یه رسم این بود میگفتن فلانی دیپلم داره، فلانی لیسانس داره، فلانی دکترا داره، حالا چه کار باید بکنید؟ چون میبینیم جلو اسم هر کسی، من فکر کنم شما اولین کسی هستی که جایی ندیدم بنویسن استاد لادن یا بگن دکتر لادن. چه باید کرد و چجوری این دوستان رو از هم متمایز کنیم و به اصطلاح بفهمیم کی
یک کتابی هست آمریکایی‌ها میگن Who is Who، البته اونم متأسفانه خود طرف پول میده مینویسه. بفرمایید شما صحبت کنید ببینم صداتونم دارم یا نه. بفرمایید. درود بر شما. ممنونم. بفرمایید. در این رابطه معیار اندازه‌گیری چارچوب دید و برداشت خود جامعه است. شما نگاه کنید که در ایران به عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی ملاها ما میگیم علما، این کاملا مسخره است. دوم این که ما در این توهم هستیم که هر کسی که مدرک داره هم درک داره و هم روشن فکره. یه شعری هست که میگه شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، ورنه هر کو ورقی خوان معما داند. در این مورد کاملا صدق میکنه. سوم اینکه اکثریت مردم مسائل رو سیاه‌سفید میبینن، یعنی نقطه مقابل آدم عامی رو روشن فکر میدونن. خب این تصورات پوچ به وجود آورنده این روشنفکر ساختگیه که ما در جامعه همون داریم. پس حالا روشنفکر کیست و چیست؟ روشنفکر از دید و برداشت من کسیه که این پنج صفت رو داشته باشه. اول اینکه از دانش و بینش برخوردار باشه، یعنی آگاه باشه. دوم اینکه با تاریخ تحولات میهنمون بیگانه نباشه، یعنی شناخت داشته باشه. سوم این که خردگرا باشه. اینجا در مورد خردگرا محمد مختاری یه چیز جالبی میگه، میگه این با اتکا به خرد خودش را از آنچه در درون و برون گرفتاری زاست میرهاند. چارون با خواستهای مردم و نیازهای جامعه آشناست، درد رو تشخیص داده و بالاخره در حد تواناییش میخواد در مقابله و مبارزه یک گامهایی برداره. مثل اون زبان زد، مثل اون ضرب المثلی که میگه با دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. یه تجربه تاریخی رو اگه با هم مرور کنیم فکر کنم اینو یه کمی باز میکنه. اون اینه که جلال عبدو در خاطراتش می نویسه که حسن علی منصور دوران شاه یک سال قبل از اینکه به نخست وزیری بشه، سال 1341، عده‌ای از تحصیل کرده های خارج از کشور رو دور خودش جمع می کنه. این اشخاص کسانی بودند که در رشته اقتصادی و اجتماعی هم اطلاعات و هم مایه ای داشتن، این لغتی که خودش به کار میبره، و میگه که ولی ایمان به رعایت منافع مردم و علاقمندی به خدمت در اغلب آنان وجود نداشت. این تعدادی از این جوانها میخواستن به هر قیمتی شده به مقامی برسن. خب میبینیم که اینها با این که با یک کشور غربی با یک زبان و فرهنگ دیگری هم آشنا بودن، با این که تحصیلات داشتن، یعنی هم آگاهی داشتن هم شناخت، ولی به درجه خردگرایی و آدمیت نرسیده بودن. یعنی دنبال مطرح بودن، دنبال مقام و منافع شخصی بودن. وقتی که مطرح بودن، منافع شخصی بر همه جی ارجحیت پیدا میکنه، دیگه اون روشن فکر نیست. و بر اساس این تعریف فکر کنم که ما تعداد روشن فکرامون رو به شدت کاهش دادیم. مشکل، بزرگترین مشکلی که روشن فکرای ما دارن اینه که میخوان مطرح باشن. این مطرح بودن رو باید حداقل دو بار سه بار بود. خود کامن، خود بزرگ بینن، خود محور هستن. نیاموختن که باید اول آدم باشیم. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد هیزم است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما.
این در رابطه با چه باید کرد که اون دفعه صحبت کردین، ماجرای ده فرمان موسی که البته بعضی ها میگن بیشتر از ده فرمانه، ولی ده فرمانش مشهور شده. میبینیم که اون چندتای اولیش درباره بستر در مورد ستایش خدا، بعد پنجمیش پدر و مادرمون رو احترام بذاریم، و اون پنجتای بعدی همش میگه چه کارایی نکنید. کمتر جایی به اصطلاح بهمون گفتن چه کاری رو انجام بدیم. شما نظرتون کلن درباره ده فرمان موسی چی هست و چه باید کرد؟ دوباره برگشتیم به همون سوال چه باید کرد. کاملا سپاسگزارم. برای رهایی مردم و نجات ایران چه نباید کرد؟ حداقل به اندازه چه باید کرد پرسشی مهم و اساسیه. من سه پدیده رو معتقدم که در مورد چه نباید کرد باید با هم مرور کنیم. نخست اینکه رژیم فقاهتی طی 14 دهه گذشته چهره اصلی و واقعیت‌های حکومت مذهبی رو به نمایش گذاشت. آموختیم که خدا و پیغمبر و مقدسات برای این آقایون شکم، تنبان و کیسه است. بنابراین باید از حکومت مذهبی دوری کرد. این یکی از چه نباید کرد هاست. دوم، با تجربه نزدیک به 3000 سال سلطنت‌های خودکامه یعنی فردی، خدا سالار یعنی مشروعیت الهی، مدعی مشروعیت الهی، نتیجه چی بوده؟ یک کشور عقب افتاده، یک ملت درمانده و یک فرهنگ مریض. بنابراین باید از دوباره سازی سلطنت دوری جست. پدیده سوم به نظر من حمله نظامی به ایرانه. برخی از روشنفکران جاه طلب و کمدان و عده‌ای از ایرانیان گمراه، ناآگاه و زبانم لال وطن فروش دنبال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به میهنشون هستن. آیا این بیوطنان با تجربه لیبی، عراق، یمن و سوریه بیگانن؟ آیا این گمراهان نمیدانن که اسرائیل با بوق و کرنای وسایل ارتباط جمعی و تکرار اطلاعات ساختگی و دروغ پردازی موفق شد عراق رو نابود کنه و مردمش رو به خان و خاک و خون بکشه؟ نمیدانن که اسرائیل با دسیسه و نیرنگ به وسیله یکی از عوامل خود پال برمر ارتش عراق رو نابود کرد و دست آمریکا بزرگترین پشتیبان خودش رو در حنا گذاشت؟ اسرائیل بدون ریختن یک قطره خون اسرائیلی و هزینه یک دلار تونست عراق و صدام و ارتش عراق رو نابود کنه. و اما برای اطلاع جنگ طلبان گمراه ایرانی، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون 11000 هدف رو در ایران مشخص کرده برای نابودی. خب بلافاصله وقتی شما رقم بیش از 11000 رو میشنوین، میدونین که پایگاه‌های نظامی و سلاح و غیره فوقش بشه 100 تا 200 تا 300 تا 1000 تا، نه بیش از 11000 تا. پس بنابراین داریم درباره همه چیز ایران گفتگو میکنیم. برای نابودی اکثر اینها دو تا بمب رو در نظر گرفتن. یکیش از بانکر باستر. بانکر باستر تا 30 متر عمق در زمین نفوذ میکنه و در اونجا منفجر میشه و به صورت پودر میاد بیرون و یک شعاعی در حدود 15 مایل رو برای همیشه از بین میبره. یعنی برای حداقل 25 سال نه چیزی اونجا جانوری میتونه زندگی کنه و نه گیاهی میتونه رشد کنه. و بمب دوم اسمش هست ماپ، M-O-P. این ماپ داشت شعاع مزن میکنم تا عمق 60 متر میره توی زمین و بعد منفجر میشه و در شعاع 25 مایل همه چی رو نابود میکنه. خب
داریم راجع به بیش از 11,000 هدف رو درباره ای صحبت میکنیم و داریم میگیم که تا 25 مایل این نقاط هیچ جانوری زندگی نخواهد کرد برای حداقل نیم بده یک ربع قرن. مبارزه با رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه وظیفه هر ایرانی بیدار و آگاه. این مبارزه برای جایگزینی، برای رهایی مردم، برای نجات ایرانه، نه برای نابودی منابع و صنایع کشور، پلها و فرودگاه ها و کارخانه ها و نیروگاه های برق و تصفیه خانه های آب و گاز رسانی، اونم به دست دشمنان و به دست مغرضان و گمراهان. کسانی که با دشمن هم صدا شدند یا مغرض و دلالند یا ابله و ناآگاه، وگرنه هیچ ایرانی با وجدان با شرفی تن به نابودی کشورش نمیده. سپاس بزن. خب اونایی که ممکنه این فلسفه شما رو اینجوری به اصطلاح تعبیر کنن که شاید شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید که میگید حمله نشه، در صورت که این 11,000 اگه کسی یکم ریاضی بلد باشه اینو ضرب کنه، یا حالا حتی همون 15 مایل، اصلا مثل اینکه تمام اونجا رو پوشش میده. به اونا شما چی میگید؟ اونایی که احتمالا این کارم شده، شما رو به اصطلاح تهمت زدن که شما طرفدار هستید یا با این کارتون میخواید سوپاپ مثلا آخونده باشید و اینا، به اونا چی میگید؟ کاملا درست میگین. اتفاقا بعضی از شاه‌الدایی‌ها و سلطنت طلبا میگن که من از ایران یا از جمهوری اسلامی حقوق میگیرم. ازشون پرسیدم لطفاً آدرس رو بدین، برای اینکه 40 سال هنوز به من پولی ندادن، من دنبال پولم میگردم. ولی داستان اینجاست که ما اولا بزنیم به این خارج از اینکه چه تهمت و چه فوشی میدن نگاه کنی، با اون اینکه مشکل ما جناب سوربی، من اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مشکل ما این داستان مخالفت و موافقت اینا نیست. ما گرفتار یک کمبودهای فرهنگی هستیم که ما رو کاملا در درون خودش گرفته. من حتی یه دفعه براتون گفتم پیله وار، یعنی ما رو دست پای ما رو بسته توی اون. اینی که واقعا باید ما یه جوری با اون اول تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. برای مثال نمیخوام زیاده روی کنم، ولی نگاه کنین به این که در این 14 حداقل 30-40 گروه و شخصیت های خوب و پاک و عقاید خوب و برنامه های درست دور هم جمع شدن که اپوزیسیون تشکیل بدن. چرا موفق نشد؟ هی میرن یه شکل دیگه درست میکنن، یه اسم دیگه میذارن، میشه کنگره، میشه کنفرانس، میشه مجلس، فرق نمی کنه. نگاه نمی کنیم که چرا همه چیز با شکست و ناکامی و انشعاب روبرو میشه. ما باید اونو بررسی کنیم. اینی که به همدیگه برچسب بزنیم، یادمه که اون آقایی که معلم بود اول انقلاب و شد نخست وزیر و رئیس جمهور، آقای رجایی. رجایی خیلی جالب بود. این اومده بود نیویورک در سازمان ملل یه سخنرانی کرد، بعد یه دونه جلسه مطبوعاتی بود، یکی از اشخاص ازش یک پرسشی کرد که این آقا دوست نداشت، مطابق همون فرهنگ ایرانی بهش حمله شخصی کرد و من دلم برای مترجم سوخت، برای اینکه بهش به نگاه کرد، به خبرنگاره گفت تو صورتت بوی الرحمان میده. من منتظر بودم ببینم این چجوری ترجمه میکنه که صورت بوی الرحمان میده. حالا مشکل ما اینجاست که به محض اینکه کسی با ما همگام و همراه نیست دشمنه، با فوش و تهمت و دزد و فلان میخوام اینو نابود کنم. چه جالب. همین قبل از برنامه شما همشهری و دوست خوب ما آقای دکتر رضا سلامی گفته بود که میخواد پتیشن بنویسه، من گفتم آخر وقت بعد انقلاب شما میشه انقلاب پتیشنی،
از من ناراحت شدی میگی شما چی کار کردی برای چی؟ میگم آقا من خودم بارها گفتم من نه کاری انجام دادم و نه بلدم، باید بلد باشی بیای بگی که من رفتم فلانجا درس این کارو خوندم، به اصطلاح آموزش رو دیدم، بعد به مردم بگی من حالا حاضرم این کارو انجام بدم. شماها تو تعارف گیر کردین، اون که میگه من اگه مردم بخوان شما برید آقای لادن یه جای بنویسید رضا پهلوی خط فاصله سربی، من ازش میپرسم آقا شما قسم خوردی من پادشاهم، حالا میگه اگه مردم بیان، مثل اینکه من بگم من مدیر مدرسه هستم بیام اونجا، حالا شما که ماشاءالله حقوقاتون رو قبلا گرفتید، بازنشستگیتون رو قبل از کار گرفتید، بعد بیام اونجا بگن آقا شما که مدیری خب معلمت کو، بگم آقا من فعلا اینجا نشستم شما بیان ببینیم کی میخواد مدیر باشه، آقا یا بگو نیستم تکلیف مردم بدونه. این که شما میگید هم تهمت میزنن هم حتی اگه دوستشون باشی تا مخالفشون بگی، گفتم من به جای که به من پاسخ بده بگه آقا من این کار انجام میدم. من یه سوالی هم از این دوستان کردم، الان شنیدم تو کازرون شلوغ شده. اولا به نظر من شلوغی بعد از نماز جمعه به هیچ جایی نمیرسه، الان همه خسته هستن و دعام کردن میرن خونه میخوابن. یک، چند درصد تو ایران اگه ما یه معیاری داشته باشیم که تظاهرات بشه اندازه گرفت، چند درصد تظاهرات و ناآرامی باید باشه تا مثلا شما بگید من حالا حاضرم برم ایران؟ اصلا حاضرید برید ایران با این سابقه ای که ما داریم که هر کی که میاد امروز میگه من آدم خوبیم، فردا ثابت میکنه که از قبلی بدتره و ما همش داریم دنبال کفندوز اولی میگردیم، انقدر دنبال کفندوز اولی گشتیم که دیگه برای اون کفندوزی عادت شده. این الان آقای کمی آمده و توی تلویزیون میگه که مشکلی که الان مردم آمریکا دارن اینه که در برابر ترامپ نام شدن، بی‌حس شدن و میگه خیلی ها دعا میکنن که این ایمپیچ بشه، استیزا بشه و بره کنار. میگه من میگم برعکس نباید، چون مردم میگن خب دست ما نی، آوردنش بردنش، همون چیزی که ما تو ایران میگیم. میگه مردم باید دور دوم اینو انتخاب نکنن تا بفهمن قدرت اونها بوده که این کارو انجام میده. در نتیجه من با شما موافقم که تا یک کسی بهمون یه چیز مخالف میگه میخوام یه جوری همون بوی چی گفتید بوی الرحمن، حالا این بوی الرحمن یعنی چی؟ یعنی اونایی که میمیرن؟ بله دیگه، یعنی مردی ما بعد یعنی مرده، مرده ای، فکرت مرده، دیدت مرده است. من فقط یه چیزی رو اینجا اضافه کنم و اون این که واقعیت اینه که ما نمیتونیم سر خودمون کلا بذاریم. دیدین که وقتی یه اشخاصی میپذیرن که ما مشکلی داریم، بعد میگن آره اگه ایرانی ها درست بشن همه چی درست بشن، خودشون میکشن کنار. بله ترابو، مثل خودش از کره مریخ اومده. ما باید یه چیزی رو تشخیص کنیم، ما از شکم اون جامعه و اون فرهنگ اومدیم بیرون، یعنی هممون تا خرخره همون کاستی ها، همون کمبود ها، همون مشکلات داریم به درجه بندی های متفاوت. اگر ما اینو تشخیص بدیم، بعد شاید این هزارها نفری که ادعای روشن فکری می کنن و مدعی رهبری هستن، شاید راهشون رو بکشن برن کنار، برای اینکه اینها خطرناکترن، اینا مشکل زاترن تا مردم. خب اونی که نمیدونه نمیدونه، ولی کسی ادعا میکنه میدونه و مرتب هم برای مطرح بودن میخوان هر کسی جلوشون رو نابود کنن، مرتب برای همدیگه پرونده میسازن، در باره همدیگه سمپاچی میکنن، دروغ میگن، خنجر میزنن. آخه این من نمیدونم ما چی هستیم. میدونین این من بتونم بگم خمینی هندی نیست، خمینی از شکم همون فرهنگ اومده بیرون، شاه از شکم اون فرهنگ اومده بیرون، ما هممون همین این که هستیم. من یادمه که میگفتن توی زمان انقلاب نه اینایی که به مردم تیراندازی میکنن اینا لبنانی هن، اینا هم عرب هن. اینا مزخرفه، همش خودمونیم، ساواکی خودمون بود، سبامایی هم خودمونه. ما باید اینو تشخیص بدیم، باید بپذیریم چی هستیم و بعدش بریم دنبال خودسازی، یعنی اول خودشناسی بعد خودسازی. ولی منظور من این نیست که سب کنیم 80 میلیون خودسازی کنن و خود، نه، حداقل 8 نفر، 80 نفر، 800 نفر تا بتونیم یه غلطی بکنیم. ما مشکل ما خودمونیم. بسیار ممنون. ممنونم از شما. اگر
صحبتی هست بفرمایید. ما پیشنهاد کردیم که شما توی این برنامه ها هر دفعه بتونید یک بخشی یا یک اینجا چپتر میگن، فصل میگن، ولی شما اسمش رو کتاب گذاشتید، یا چند صفحه رو بخونید تا ما با صدای خودتون این کتاب رو به صورت کتاب گویا در بیاریم. میدونم که خب سفر بودید و یه مقداری هم خستگی، ولی اگر یه روزی این کار رو قبول کردید ما هم در خدمت هستیم تا با هم این کار رو انجام بدیم. سپاسگزارم. من چیزی ندارم جز این که بگم خدمتون، یکی از دوستان خواهش کرده بود که توی برنامه شرکت کنیم در مورد روشنفکران درون مرزی و روشنفکران برون مرزی. من اصلا با روشنفکر مسئله دارم، چه دیگه درون مرز و برون مرز برای من نداره و ما اینو باید یه جوری برای خودمون حل کنیم. منظور من نه توهین به کسیه، نه کوچک کردن کسیه، میگم باید توی آینه درون نما به خودمون نگاه کنیم و ببینیم چی هستیم. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونیم از شما استفاده کنیم. مرسی. سپاسگزارم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم که وبسایت ایشون رو بهتون آدرسش رو نشون دادم، www.andishkade بدون ه، آخرش ه نداره، andishkade.net، و اسم ایشون رو هم اگر در گوگل تایپ کنید احتمالاً ویدیوها و نوشته‌های ایشون رو میتونید پیدا کنید، بخونید و صحبت کنید. آقای اکبری میگه تظاهرات کازرون آقای دکتر سلامی به خاطر تقسیم شهر است یا تقسیمات شهری است. والا یکی از مهمترین پایگاه‌های جمهوری اسلامی شهر کازرون بوده. یادتان باشد کازرون جزو 11 شهر حکومت نظامی بود. مردم این شهر خیلی ناسیونالیست مذهبی هستند. یعنی تمام این چیزایی که این دوستان الان دارن میگن، دو سه روز دیگه میفهمیم که اصلا اونام لابد اعلامیه میدن، میگن برین شما خارج نشینان مزدور نمیدونم ساکت باشین و به اصطلاح کاری به کار ما نداشته باشین. دوستان عزیز، ساعت 3:53 است و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. الان 175 هفته است، به غیر از یکی دو هفته‌ای که ایشون آقای حسن ارشاد به دلایلی که کار داشته مسافرت بوده برنامه نگذاشته، 175 جمعه با شما بوده، هر جمعه ساعت 4 بعد از ظهر. من به پشتکار ایشون تبریک میگم و نکاتی درباره انتخابات آینده بیت العدل دوستان بهایی ایشون به اصطلاح میگن. صحبت از دوستان بهایی شد، این دوستمونم آمد و نوشته اوپک نفت را باز گران کرده. ترامپ امروز توییت فرستاده گلایه کرده یا گله کرده که اوپک نفت را باز گران کرده و این قابل قبول نیست. به نظر میرسد آمریکا آماده حمله و غارت نفت از یکی دیگر از کشورهای خاورمیانه میباشد. یه دوستی برای من ایمیلای فرستاده از خلیج فارس که نشون میده ایران و قطر مثل اینکه یا یه پلی میخوان به هم بزنن یا یه تونلی. بذارید براتون پیداش کنم با هم نشون بدیم و ببینیم. این دوستمونم اگه مایل در این باره صحبت کنه میتونه پیام بذاره، پیامش رو در برنامه آینده دوشنبه پخش میکنیم. ضمن دوشنبه من یه برنامه هست مال امنیستی اینترنشنال. امنیستی اینترنشنال یعنی سازمان عفو بین المللی، از صبح در واشنگتن هستم. قراره که ساعت 1 و اینا کارمون تموم بشه برسیم اینجا 2، ولی اگر نرسیدیم ممکنه برنامه با تأخیر اجرا بشه دیگه، اون رو خودتون ببخشید، اگه نخواستیم ببخشینم نبخش، اینجا هیچ چیزی زور نیست. بله ببینم که این نوشته قطر رو، آها این دوستمون قبلا هم با هم صحبت کردیم، گفت ببینید که آمریکا و اروپا با نادانی عراق رو دو دستی یا در سینی طلا دادن به ایران، سوریه رو دارن میدن به ایران و سوریه روسیه و الان هم قطر. قطر یه دلیل اصلیش این بود که آقای ترامپ
خودشو خبر ندارم، ولی خانواده دامادش و دامادش به شدت به اونها بدهکارن. این فکر میکنم اونجا یک هاپالی هوپو بشه. دیدین وقتی بازی میکنی، داری میبازی، پاتو میزنی به ورق و نمیدونم شطرنج و اینا این کارو میکنن. بذار ببینم این نقشه ای رو که ایشون فرستاده، قطر رفت تو آغوش ایران، تونل میان دو کشور. اینو باز کنیم نگاه کنیم ببینیم که چی میبینیم. بله، از شیراز و اینجا نوشته که یک لحظه اجازه بدید من اینو براتون اینجوری درستش کنم که شما هم ببینید. بله، آمد نوبهار. بله ببینید، این البته این قطر این پایینه، ولی تو این نقشه درست پیدا نشده، از بس چیزای دیگه بالاش نوشته. نوشته که ساعت اینو 19 آپریل و یور تایم اینو، اینا همه رو نوشته، ولی خود قطر رو اون پایین نشون نمیده. بذار ببینیم عکسای بعدی شاید بهتر باشه. و اما قطر دو، این عکس فکر کنم بهتره. بله این اینجا کامرای 3 و حالا بیایم کپچر سلکت ایریا، این به این. خب اینجا میگه که از اینجا از بوشه یا حوالی اون یک تونل زیر آب میزنن به قطر. اینم مبارکتون باشه. حالا شما اینجا هی بشینید هی بگید ما میخوایم توی کالیفرنیا دانشگاه کوروش کبیر باز کنیم. گفتم آقا این تمام آخونده تو دانشگاه آمریکا دارن درس میدن، شما یک مدرسه هم نتونستید باز کنید. هی اون میگه که اون پولا رو دزدید خورد رفت، حالا بیاین به من پول بدین، من میخوام جدید باز کنم. اینم ببینید که نقشش هم آماده. و این تونل یه تونل اینجوری بین انگلستان و فرانسه است، بین انگلستان یه جای دیگه که اولم آب چیز شده اینا. ببینید قشنگ دو طبقه، از این پایین از این وری میرن، از بالا از اون وری میرن. اون چیزی رو که من وقتی بچه بودم آرزو میکردم این جاده ها برو هم باشه، از اون ور شیب داشته باشه، از این ور هم شیب، که این بنده خدا پدر ما اینقدر نگران ضعیف بودن قدرت ماشین نباشه، ولی همچین چیزی ساخته نشد. حالا ببینیم اینا چه کار میکنن. قطر 4، اینم عکس دیگهش که اصلا قطار هم هست وسط. بفرمایید، البته میدونید اولی که میخوان یه چیزی شروع کنن نقشه میکشن تو مغزشون، بعدن رو کاغذ میارن، بعدن دنبال وسیله و پول و برنامه میگردن، بعد اجرا میکنن. یا اینکه مثل ماها در خارج از کشور شعار میدیم. و چقدر قشنگ گفت آقای لادن، گفت یه روز اسمش جنبشه، یه روز اسمش نمیدونم کمیسیونه، یه روز اسمش چی میگن، یه 100 تا اسم مختلف هم گذاشتن، ولی اون چیزی که من و شما بعد از 40 سال فهمیدیم بیمایه فطیر است. دوستان عزیز، برنامه من همینجا تموم میشه. دوشنبه امیدوارم سر وقت برسم با شما باشم، اگه نرسیدم یکم ممکنه دیرتر بشه، یه بارم ما تأخیر داشته باشیم چی میشه. تو برنامه قبلی دیدم دو تا از دوستان آقای کرمی و آقای یوسفی آخرای برنامه اومدن، گفتم حالا اگه شما نشسته بودید دو ساعت ما آخر برنامه میمدیم چی میگفتی به ما. البته کسی تعهد نداره بیاد، اینم عشق و علاقه ما. روز روزگار بر شما خوش، 420 تون مبارک باشه. مرسی.